با یک برنامه دیگر از مجموعه انتخاب نظام 1403 همراه شما هستیم تا نگاهی کنیم و بررسی کنیم که داوطلبان جانشینی ابراهیم رئیسی و در واقع کارگزاران علی خامنه‌ای کدام یک موفق می‌شوند اجرای برنامه‌های رهبر جمهوری اسلامی را جایزه بگیرند. چهار نامزدی که هر کدام به نحوی منصوب علی خامنه‌ای هستند و برای ابراز سرسپردگیشان مسابقه گذاشتند، حالا مراسم وزن‌کشی‌شان رو به پایان است. آن هم در حالی که تماشاگران این بازی آنطور که گزارش‌ها نشان می‌دهند، شور و شوق چندانی نشان ندادند و کل وزن او که از ترازوی نظام تراز پایین می‌آید، وزنی هم نیست. همه آنچه که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند حکایتش این است که مشارکت مردم نه آنقدر بوده که نظرسنجی‌های رنگارنگ حکومتی نشان می‌دادند و نه آنقدر که اصلاح طلبان بزرگ نمایی کردند. انتهای ماجرا نام هر که را که به عنوان جانشین ابراهیم رئیسی اعلام کنند جدا از همه قطب‌های ساختگی و اختلاف‌های باندهی و دسته‌ای یک خصوصیت بارز دارد. رئیس جمهور تراز علی خامنه‌ای. خانم ها آقایان خوش آمدید. ادامه میدیم این بحث ها رو. در روزهای گذشته با شما همراه بودیم. امید معماریان، فهیمه خضر حیدری و حسین علیزاده اینجا همراه من هستند. خیلی خوش آمد میگم مجدد اینجا. خیلی خوشحالم که باز هم شما رو میبینیم. ساعت 8 شب گذشت و 2 ساعت دیگه تمدید کردن این مسابقه رو، ولی منتظر هستیم که خب آمار رسمی بیاد، در موردش میتونیم اون موقع مفصل تر صحبت کنیم. اما بیایم یه نگاهی کنیم ارزیابی‌هایی که الان داریم، گزارش‌هایی که دریافت کردیم. خیلی میدونم که از اول صبح هم همه درگیر این ماجرا بودیم. آقای مموریان با شما شروع کنیم. ارزیابیتون چیه؟ چه ارزیابی دارین از هم کیفیتش و هم میزان حضوری که در واقع دیدیم؟ الان من تو مقدمه هم گفتم به نظر نمیرسه اون چیزی بود که تبلیغ میشد. با شما موافق هستم و به نظر میرسه که میزان مشارکت از اون چیزی که نهادهای وابسته به نظام، رسانه‌های وابسته به نظام در واقع پیش بینی می‌کردن، انتظارش داشتن، بسیار پایین‌تر هست. کسانی که باشون صحبت کردم و به هر حال تصاویری که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشون دهنده این هستش که به هر حال بسیاری از صندوق‌های مکان‌های رأی‌گیری بسیار خالی هستش، برخلاف انتظار بسیاری که فکر می‌کردن که مثلا ممکن هستش که در طی روزهای گذشته فضای انتخابات یک مقداری قطبی شده باشه، فضا رقابتی تر شده باشه. ولی مشخص هستش که مسئله تحریم انتخابات، مسئله رأی ندادن، مسئله فاصله گرفتن از حکومت جمهوری اسلامی به عنوان به حال مجری انتخابات یک مسئله جدی هست و بزرگترین بازیگری که در انتخابات امروز ما باهاش مواجه بودیم. خانم خضری داری شما چطور می‌بینید؟ به هر صورت الان من فقط یکی دو تا خبر هم لابلای صحبت همون بگم. تا الان ما میدونیم که برای مثال در زندانهایی که صندوق ها رفتن به طور مشخص، من اسم میارم اینا رو چون به اطمینان دوستان ما ارزیابی کردن، به قول معروف فکت چکین کردن، مصطفی تاجزاده، عبدالله مؤمنی، سعید مدنی و زندانی های سیاسی اوین، هیچ کدام حاضر به شرکت در انتخابات نشدن. در خبرها هم همکاران هم گفتن، برای مثال میرحسین موسوی هم گفته صندوق نیارید من رأی نمیدم. یه فضایی که شاید اون دو قطبیه که هی بخواستن بین اصلاح طلب و اصولگرا شکل بدن در فضای گفتمانی دیگری هم شکل گرفت. ارزیابی شما رو بشنویم. به نظر میرسه که مردم دیگه برشون کاملا روشنه که هر انتخاباتی در ساختار جمهوری اسلامی در واقع کارکردی نداره جز اینکه برای نظام به اصطلاح ممد حیات و مفرح ذات باشه. انتخابات آزادی در کار نیست، در نهایت انتخابات رقابتی است بین گروه‌های منتفع در قدرت. مثل حالا من قبل از اینکه ارزیابیمون بگم، مثل اون دو گروه سارقی که توی یک فیلم سینمایی سارق مسلح بودن، برای زدن بانک رفته بودن، اونجا با هم دعواشون شده بود که کدومشون پولا رو بدزدن، رأی‌گیری کردن از مردم. که خب من اینو امروز توی شبکه‌های اجتماعی می‌دیدم، برام خیلی جالب بود این مثال که شما بگین ما کدوممون بدزدیم. فکر می‌کنم مردم به این واقف شدن و به لطف شبکه‌های اجتماعی، چون ما می‌دونیم حکومت‌های از زمره جمهوری اسلامی آمارسازی می‌کنن و تمام این سال‌ها اعداد کاذب اعلام کردن،
امسال هم حتما این اتفاق خواهد افتاد، ولی به لطف شبکه‌های اجتماعی داریم می‌بینیم که مردم، شهروندان از حوزه‌های مختلف رأی‌گیری، ویدیوهایی که آپلود می‌کنن، گزارش‌هایی که میدن، واقعاً خلوت و مشارکتی در کار نیست. از قبل مؤسسه گمان نظرسنجی کرده بود و گفته بود که 65% از واجدین شرایط که 61 میلیون نفر هستن گفتن در انتخابات شرکت نمی‌کنن. من از تهران من یه چیزی اضافه کنم، 65% قطعا شرکت نمی‌کنن. تازه یه بخش مردد رو هم بهش بعد اضافه می‌کنن. درست میگین. بله، من خودم پیگیر بودم از تهران، از شهر خودم قزوین و شهرهای دیگر همین گزارش ها رو دریافتم و در شبکه‌های اجتماعی هم کرج، اصفهان، تبریز، چابهار، ارومیه، استان‌های کردنشین که به کلی یعنی کاملا گویی که بی‌اعتنا به انتخابات بودن و حوزه ها خالی بود. حتی ویدئوهایی بود که مسئولان حوزه های رأی‌گیری خوابشون برده بود، استراحت می‌کردن چون خیلی خلوت بود. بنابراین به نظر میرسه تا این لحظه که حالا البته تمدید شده، ولی مردم روی اینکه نخوان به این حکومت رأی دیگری بدهند ایستادن. تمدید شدن که خب یه چیز طبیعی در ساختاری که هممون دیگه میدونیم که این مطمئنن تا 12 تمدید میشه. حالا اگر مثل سال 1400 تا 2003 هم مثلا طولش ندن که بگن چه شوری برپا شده. من فقط قبل از اینکه آقای علیزاده با شما شروع بکنم بحث رو، اشاره به شبکه‌های اجتماعی کردیم. همکاران من نظرات کاربران رو در شبکه اکس یا همون توییتر سابق مانیتور میکنن، بررسی میکنن، زیرنویس میشه نظرات شما. دعوت میکنم که نظراتتون رو در مورد انتخابات برای ما هم بفرستید، در زیرنویس اونها رو خواهید دید. آقای علیزاده شما چطور دیدید آنچه که واقعا انتظاری که ساخته شد با آنچه که تا الان ارزیابی حدودیتون چه هست؟ خب ببینید، در نظام جمهوری اسلامی رکورد 85% مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت شده. بنابراین هر مقدار کمتر از اون رکورد انجام بشه، با توجه به جمعیت هم افزایش پیدا کرده، قاعدتاً باید مشارکت زیاد بشه. خب سه انتخابات گذشته، یعنی 98 و انتخابات ریاست جمهوری 1400 و انتخابات رسوای مجلس اخیر، همه نشون دادش که سیر نزولی داشته. خب در این سه تای قبلی مشارکت اون جریان به اصطلاح موسوم به اصلاح طلب خیلی فعال نبودن، نمیتونستن رأی بدن، حتی در انتخابات قبلی گفتن شرکت نمیکنن. حالا چه اتفاقی افتاده؟ با توجه به اینکه شکاف در شبکه، در بدنه بگم حالا اصلاح طلب ها هم افتاده که برخی شرکت بکنن برخی شرکت نکنن، چه چیزی برای ما نتیجه میده؟ نتیجهش اینجاست. ببینید، انتخابات در رأی گیری در هر کشوری در واقع دو تا فانکشن داره. فانکشن اولش این که رأی منتهی به برگزیدن بشود، حالا رئیس جمهور، نخست وزیر، هر کسی، رأی منتهی به رئیس برگزیدن بشه که در اینجا تردیده. چرا؟ به خاطر اینکه سایه تقلب همیشه بوده. الان از همین اصلاح طلبا هم بگید که آقا شما با خیال راحت رفتید رأی دادید و رأیتان همه خوانده میشه، واقعا شک دارن. و انتخاباتی رو که آقای وحیدی انجام بده، آقای مخبر بالا سرش باشه و اینها مسئله. پس اینکه ضرورتا رأی دادن منتهی به انتخاب کردن بشه، این جای تردید. نکته دوم و فانکشن دوم رأی گیری این هست که وزن کشی اتفاق میشه بیفته. مثلا الان بین آقای بایدن و اونجا هم وزن کشی اتفاق میفته. حالا الان چندین وزن کشی، حالا آمار که بعدن بیاد بیرون خیلی بهتر میتونیم صحبت بکنیم. چندین وزن کشی، یکی این که اساسا وزن نظام نسبت به سال 85% که در اون سال 76 اتفاق افتاد چقدر، این دو تا رو میتونیم موازنه رو نگاه کنیم. دوم، در جبهه اصولگرایان وزن آقای قالیباف و جلیلی مشخص میشه. در جبهه اصلاح طلبان مشارکت کنندگان و مشارکت نکردگان مشخص میشه. در خارج از کشور، حوزه های انتخاباتی خارج از کشور، چون به هر حال یک قشری از جامعه در خارج و من در حوزه انتخاباتی خارج از کشور بودم و در پروسه انتخابات رو نظارت کردیم. همون سال 88 اصلا ولوله افتاده بود در سفارتخانه های ما، واقعا ولوله بودش.
الان تا الان که از دوستان خودم و همکارایی که دارم و اینا مثلا ازشون استمزاج کردم، اصلا گزارش مثل اون سالهای گرم رو یکی دو گزارش غیر رسمی داشتیم ما، مثلا کره جنوبی و اینا نزدیک 300 نفره های علیزاده، یعنی عددی که دارم میگم ببینید میتونم بشمرم برات. همین رو میخوام بگم، میخوام بگم که این خودش وزنکشیه دیگه. در سفارتخانه چون دم دست ترینش برای مثلا در لندن، این قابل با مشاهده عینی میشود پیدا کرد که چقدر یادتون هستش در یکی از انتخابات بودش ساعت 92 چه صف طولانی ایجاد شده بود از بیرون سفارتخانه تا داخل سفارتخانه که مردم بزنن شرایط، اصلا این حس نمیشه. وقتی ما اینجا در خارج از کشور این صحنه رو نمیبینیم، خب این یه برشی از داخل کشور دیگه. حالا آمار ارقام بیرون میاد طبیعتاً بیشتر میتونیم در مورد صحبت بکنیم. بله، برمیگردیم به شما، میخوام بیشتر صحبت بکنم در مورد این ساختاری که حالا شکل میگیره برسات. اما اجازه بدید با دو مهمان دیگر برنامه، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی و محمد جواد اکبری روزنامه‌نگار، هر دو از پاریس، خیلی خوش آمدید. آقای علیجانی با شما شروع بکنیم، به همین سوالی که پرسیدم از مهمانان برنامه اینجا از شما هم بپرسم، ارزیابیتون در واقع چه از میزان و چه از کیفیتی که در واقع شاهد بودید چه هست؟ با سلام خدمت شما و همه دوستان عزیزم که در این جمع هستیم و همه بینندگان. ببین هنوز هیچ آماری بیرون نیامده، ولی مشاهدات میدانی اینطوری نشون میده تقریبا که اندکی بیشتر از 1400 و خیلی کمتر از 92 و 96 خواهد بود. اما سوالتون رو دقیق‌تر جواب بدم، ببینید حالا جریانات سیاسی اینا بحثمون میتونه ادامه پیدا کنه، ولی اجازه بدید یه مقدار از دید جامعه شناختی نگاه کنیم. ببینید در 96 از اردیبهشت تا دی ماه، اردیبهشت 96، آمار مشارکت کنندگان بالای 70%، 72.3% اگه درست نمونده باشه. تا دی ماهش 8 ماه بیشتر طول نکشید که خیابان شروع شد. بنابراین این دعواهای سیاسی و جدالهایی که نیروهای سیاسی با هم دارن رو کنار بذاریم، من میخوام تمرکز کنم به اون کسانی که میان رأی میدن. اینها جای ثابتی در صحنه سیاست ندارن. یعنی اردیبهشت رفتن 73% رأی دادن، دی ماه 96 در بسیاری از شهرهای ایران ما یه اعتراض انفجاری داریم. بنابراین هم افرادی که شرکت کردن و هم افرادی که شرکت نکردن یه طیف ثابتی رو تشکیل نمیدن. حالا منطقشون از منطقهای ارزشی، عقیدتی، باوری هست تا منطق پراگماتیستی. هم شرکت کنندگان هم کسانی که شرکت نمیکنن. اون بخشایی که ارزشی شرکت میکنن، هر دو طرف خون شهیدانشون آوردن گذاشتن وسط. اونهایی که داخل نظام هم میگن این همه شهید دادیم میخوام نظام رو حفظ کنیم، این طرف ما میگیم ما این همه کشته دادیم، شهید دادیم، خون در دست در انگشت در خون شهدان نزنید. این در منطق ارزشی، خب من تو صف کسانی هستم که ارزششون عدم شرکت. ولی در رابطه با صفی که پراگماتیستی نگاه میکنن، جامعه ایران خوب یه جامعه رنگین کمان نیست، افراد با انگیزه های مختلفی شرکت میکنن. من واقعا خواهشم به ویژه از دوستان تحول‌خواه و سرنگونی طلب این هست که حرفاشون رو توهین‌آمیز نکنن. فحاشی رو من اعتراض و قبول دارم، ولی فحاشی به کسانی که شرکت کردن رو بسیار نادرست میدونم. جدا از اون وجه انسانیش، به لحاظ وجه راهبردیش هم غلطه. گفتم تو 8 ماه صف‌بندی‌های سیاسی تغییر کرد. جمهوری اسلامی همون گونه که در برجام خارجیش ناصادقه، اگر حتی این اگر خیلی اگر بزرگیه، در خوشبینانه ترین حالتی که کسانی که رفتن شرکت کردن تایید پزشکیان رو علامت یه برجامک داخلی و یه راهی شاید باز بشه میدونن، رفتار شناسی جمهوری اسلامی نشون میده در حال درهایی که فشار خارجی خیلی زیاده، حتی اونجا صادق نیست. یعنی میاد میگه که ما میخوام با شما مصالحه کنیم، ولی تنها میخواد غنی‌سازی اورانیوم بیاره پایین، سر غربی ها کلا بذاره، بعد بگه که شرکت های آمریکایی نیان، ما تو منطقه هر کاری دلمون میخواد بکنیم. خب طبیعیه که معامله نمیگیره. حالا در خوشبینانه‌ترین حالا که من این فرض رو ندارم، ولی دارم استدلال میکنم با اون کسانی که فکر میکنن داره یک فضای تو داخل باز میشه، جمهوری اسلامی صداقت نداره. یعنی زیر سر شما میخواد کلا بذاره، زیر پای شما پوست موز بذاره.
ولی این بازم جنبه ارزشیشو بذارم کنار. ببینید الان هر دو طرف، حالا بیشتر ستاد جلیلی و ستاد پزشکیان، ادعای پیروزی میکنن. صبح هر دوشون ادعای نگرانی میکردن که وضع خرابه، بریم رأی بدیم، هوا که سرد یه خودی گرماش رفته و رأی بیشتر شده، هر دو طرف دارن اعلام پیروزی میکنن. همین یه مدت پیش، چند ساعت پیش، یعنی بعد از ظهر ایران، عصر ایران، کانال سایبری سپاه پاسداران مدعی شد که در 24 استان کشور دو تا نامزد جبهه انقلاب، یعنی جلیلی و قالیباف، پیشتازن. خب این خیلی معنا داره، یعنی خیلی بوداره. حالا ما اینم باید صبر بکنیم. ولی ببینید جمهوری اسلامی الان چه جلیلی بیاد بالا، چه قالیباف بیاد، حالا رأی خامنه‌ای هم عکاسا با فیلمی که گرفتن با رأی خامنه‌ای، احساس میشه که رأیش قالیباف نوشته شده. به هر حال جدال قالیباف و جلیلی باعث ریزش اونها شده. ما الان با دید جامعه شناختی نگاه کنیم، نه با دید جنگ و جدال سیاسی. اجازه میدید که این تحلیل اتفاقا تحلیل مهمیه. من میخوام این اتفاقا سوال بعدی من برمیگره به همین موضوع که چه اتفاقی حالا با هر سناریوی خواهد افتاد. من ارزیابی آقای اکبرین رو در مورد این همین کیفیت و میزان مشارکت بشنویم، برگردیم این رو هم با هم دیگه تحلیل بکنیم. آقای اکبرین خیلی خوش آمدید مجدد، بشنویم ارزیابی شما چه هست، آنچه که حالا در چند روز گذشته خیلی هم پرشور در موردش تبلیغ شد، ولی آنچه که حداقل تا الان می‌بینیم آن شور خیلی هم شیرین نبود. سلام و عرض ادب خدمت شما و دوستان و بینندگان عزیز. ببینید دو تا اتفاق افتاده. اتفاق اول حضور کسانی که معروفند یا مشهورند به جبهه انقلاب یا هواداران نظام، این که چیز عجیبی نیست. بله اختلافی که این میان بین اونها بروز کرد، خب این تازه بود، شاید به این میزان بروز و ظهورش قبلا کمتر دیده شده بود یا این مقدار وسعت نداشت در جامعه خودشون و بین خودشون. اما اون بخشی از جامعه که تا این لحظه گفته میشه که نیامدند پای صندوق‌های رأی، خب این به گمان من قابل پیش بینی بود. چرا قابل پیش بینی بود؟ به خاطر اینکه اونا کسانی هستند که باید دعوتشون میکردند به رأی دادن. برای دعوت اونها به رأی دادن دو تا مشکل باید حل میشد. مشکل اول این بود که باید اعتماد اونها نسبت به خوانده شدن آرائشون و شمارش آرائشون جلب میشد. دوم این که باید اونها رو نسبتاً حتی اندک قانع می‌کردن به این که حضور شما مایه تغییری خواهد شد. هیچ یک از این دوتا اتفاق نیفتاد. البته ما با همین طیفی که آمدند و رأی دادند، یعنی به نظر میرسه در نگاه اول که در این دو جهت مشکلشون حل شد، فکر کردن آرائشون خونده میشه و فکر کردن تغییری حاصل میشه، ما با اینها یک اتفاق نظر داریم و یک اختلاف نظر. اتفاق نظری که با اینا داریم چیه؟ اینه که به نظر میرسه از ادبیاتشون، از گفتمانشون، از نوشته‌هاشون تو این مدت وقتی دعوت میکردن به رأی دادن، اینه که ما در ضرورت خلاصی از نکبت استبداد دینی اجمالاً با هم نظریم. اجمالاً با اکثرشون هم نظریم. من اینطور میفهمم. منتها اونها گمان میکردن که برای خروج از نکبت استبداد دینی باید در زمین استبداد دینی بازی کنند. مخالفانشون گمان میکردن که نه، تو این زمین جای بازی نیست. در نهایت فردای انتخابات باز میشه کنار هم قرار گرفت. حتی همینایی که رفتن به این معنا رأی دادن، میشه کنار هم قرار گرفت و اون جبهه مقاومت علیه استبداد دینی رو به شکلی بازسازی کرد. این اتفاق ما بود، موافقت ما با هم دیگه بود. اختلافمون باز در همون نقطه‌ای بود که عرض کردم، همون نقطه‌ای که اینا نتونستن کسانی که شرکت نکردن در انتخابات رو نسبت بهش قانع کنن، و اون اینه که در یک جمله ساختاری که نه شما نسبت به شمارش آرائتون اعتماد دارید
و نه نسبت به این که به شما اجازه میدن تغییری حاصل کنید اطمینان دارید، چگونه مردم رو با این اطمینان به عنوان یک جریان سیاسی که باید مسئول باشه در قبال دعوتش دعوت میکنید؟ ممنونم. آیا علیجانی، برگردیم به صحبتی که داشتید برنامه کردید. حالا ما در واقع سه سناریوی اصلی داریم. حالا مصطفی پورمحمدی واقعا در بازی که الان داره پیش میاد فکر میکنم میزان رأیش باز مثل بقیه از میزان آره باطله شاید کمتر هم بشه و تعبیری. اما سه سناریو هست: قالیباف، جلیلی و پزشکیان. هر کدام از اینها از صندوق بیرون بیاد و در واقع کارگزار علی خامنه ای بشه، به نظر شما چه اتفاقی روزش هم بخواهد افتاد؟ ببینید، اگر حالا آقای اشبرین هم گفتن آراد درست شمرده بشه، البته الان تقلبی خود سخت هم هست، چون این بین قالیباف و جلیلی البته منظورم، نه علیه پزشکیان، چون که هر دو طرف افرادی رو دارن، نفوذ دارن، حضور دارن، از سر صندوق‌های رأی بگیریم تا فرمانداری، استانداری تا وزارت کشور. یعنی خود کارشون اونقدر آسان نیست، ولی البته خب سپاه هم کار بخواد نهایتا میکنه. قالیباف و جلیلی برای نظام خیلی تفاوت نداره. حتی من فکر میکنم خامنه‌ای دلش با جلیلی ولی عقلش با قالیبافه. ولی پزشکیان هم بیاد مشکلی نداره. یعنی پزشکیان بر خامنه‌ای به گمان من تحمیل شده. این که کسانی که رأی میدن، حالا جریانات سیاسی، تحریمی ها، ما گزار طلبان تعبولخواهی ها، سرنگونی طلبان رو متهم میکنن شما برنامه ندارید، شما حاصلی ندارید، اصلا تایید آقای پزشکیان، حالا خودمونی بگم، صدقه سر همین جنبش میدانی و خیابانی است. اگر خامنه‌ای که نمیبری همچون امتیازی هم به اصلاح طلب ها بده. اصلاح طلب هم اومدن سه نفر رو قبل از انتخابات معرفی کردن، یعنی یه خورده یه حرکت بوده جلو رو صحنه شطرنج. اونا اومدن ضعیف‌ترین رو تایید کردن برای اینکه نیرو بیاد یه مقدار رای بره بالا. اون به حال چیزی که خامنه‌ای میگفت، همه دشمن، زخم زبان دشمن کم بکنه. تا اینجا خامنه‌ای بازم همون میخواد کلاهبرداری برجامیش رو بکنه، یعنی یه بدون اینکه امتیاز مهمی بده همون کار خودش رو ادامه بده. من حتی بیشترم اینه. ولی پزشکیانم بیاد، پزشکیان کاری نمیتونه پیش ببره. و با اولا میگم من پیرو ولایت، ثانیا خدم و حشم اینه. بعد از زمان 76 تا حالا خیلی زمان گذشته، یعنی عملیات مجلس و عملیات رئیس جمهور مرتب کمتر شده. بنابراین این به اصطلاح صورت مسئله رو اینطوری میشه دید. اما بیام برگردیم اون بحث راهبردی. ببینید، ما بحثامون با توده مردم ارزشی نکنیم، راهبردی بکنیم. جریان سیاسی دعواهامون سر جاش، انتخابات رو یه پرانتزی فرض کنید، سقوط هلیکوپتر جلیلی دعواهای داخل نظام رو جلو انداخت، ولی این به نفع ماست. حتی امروز برخی از اصولگراها رأی به پزشکیان دادن در اینکه قالیباف و جلیلی علارغم اون به اصطلاح ریاکاری که کردن نشون دادن چقدر خودخواه و قدرت طلبن. عکساش هم گرفتن که ما به پزشکیان رأی دادیم. ما این پرانت، ولی از اون طرف، یعنی این سقوط هلیکوپتر به ضرر جمهوری اسلامی تموم شد، ولی یه بخشی هم به ضرر کل جریان مخالف تموم شد که داشت سیر همگرایی که پیش میرفت دوباره این پرانتز یه شکافی ایجاد کرد. ما سعی کنیم این پرانتز رو زود ببندیم، یعنی خط و نشون نکشیم. همون توده‌های مردم، هم بخشی از نیروهای سیاسی که آمدن، حالا اینها ناجی نیستن ولی در آینده سیاسی میتونن میانجی باشن. ما در این جنبش دگرگونی طلبی، حالا گذار طلبی تحول‌خواه بگیم و حتی سرنگونی طلبی که همش نمیخواد از طریق خشونت پیش بره، ما هم ناجی نیاز داریم، هم میانجی نیاز داریم. و از این زاویه نگاه کنیم، تو داره مردم هم که اولش از پای صندوق میان به اصطلاح تو خیابون. یعنی ما این پرانتز رو سریعتر ببندیم. طبق نظرسنجی که هم تو داخل صورت گرفته هم تو خارج، بیش از 3-4 روم جمعیت ایران آرزوی یک ایران بدون جمهوری اسلامی داره. یا همه خود نیروهای اصولگرام میدونن، ولی در این که با چه خط مشی و با از چه طریقی ما به اینجا برسیم اختلاف نظر وجود داره. ما این اختلافات رو ارزشیش نکنیم و سعی کنیم این پرانتز رو ببندیم و دوباره برگردیم به اون مسیر همگرایی که همه در برابر یک دشمن بزرگتر که مانع توسعه ایران هست، مانع آزادی ایران هست، مانع رفع تبعیض علیه زنان و اقوام و اتنیک‌های ایران هست، ما همسو در اونجا بشیم و جا برای همه هم هست.
بسیار. آقای اکبرین، حالا جدا از این که دوست دارم ارزیابی شما را هم بشنوم از این که چه اتفاقی شب خواهد افتاد با این سناریویی که صحبت کردیم، اما پیشتر هم گفتم یک عدم شرکت معناداری رو داریم میبینیم در بین فعالین سیاسی. حالا کدوم فعالین سیاسی؟ فعالین سیاسی که اتفاقا در زندان هستن، در حصر هستن، تاج‌زاده، میرحسین موسوی، سعید مدنی، اینها کسانی بودند که حالا ما تو این چند روزم خیلی در موردش بحث و جدل کردیم، کسانی بودند که 88 اومدن از حق رأیشون دفاع کردن و به خاطر همون هم در حصر هست، به خاطر همون در حبس هست و در تمام این سالها به تدریج کنده شد از اون جریان و اومد رفراندوم مطرح کرد، بحث گذار رو مطرح کرد. حالا تمام این بحثی که آقای علیجانی هم داره مطرح میکنه یک گذاری که میدونیم در مورد چه گذاری داریم صحبت میکنیم، چقدر این رو معنادار میدونیم؟ ببینید یه بخشش برمیگرده به شناخت این چهره های نامدار زندانی از علی خامنه ای. این خیلی مهمه، یعنی اونا یه شناختی دارن جدا از اون اکت سیاسیشون. میخوام بگم این شناخته به اونها کمک میکنه در تصمیم گیری. اونا علی خامنه ای رو اینگونه شناختند که او مسئلش در صحنه های مثل انتخابات رأی مردم نیست، آبروی نظامه، حق مردم نیست، فقط آبروی نظامه. دوبار تا حالا با ادبیات ویژه‌ای علی خامنه ای به آبروی نظام اشاره کرد. یه بار بعد از سال 88 که با اون خشم و با اون ادبیات خاص گفت که اینها آبروی نظام رو بردند، منظورش معترضان به انتخابات بود. یه بارم امروز صبح موقعی که داشت رأی میداد تأکید کرد به این که برای حفظ آبروی نظام. این به خاطر اینه که خب تجربه هایی رو گذرونده، به ویژه در یکی دو سال اخیر، و که من به اونا فعلا نمیخوام اشاره بکنم. شبکه‌های اجتماعی بسیار تأثیر داشته تو انتخابات قبلی که اون رسوایی بار اومد، شبکه‌های اجتماعی پر شد از اون ویدئوی معروف خامنه‌ای که در خطبه نماز جمعه میگفت که اگر مثلا مشارکت در یک کشوری 40% باشه چقدر آبروریزیه و این به معنای عدم همراهی مردم با اون نظامه. خب این ویدیو رو، این حرف رو درباره آمریکا، انتخابات آمریکا زده بودی که از ادوار انتخابات آمریکا، و اینو زیاد در شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌کردن. و یا همون کاری که در بعد از ماجرای هواپیمای اوکراینی کردن دیگه، که حرف‌های او رو در خصوص شلیک به هواپیمای ایرباس دوباره بازنشر کردن که گفته بود که اشتباه کردید، به هواپیما شلیک کردید، غلط کردید، اشتباه کردید. بعد اینو بازنشر میکردن کاربران شبکه‌های اجتماعی و خطاب به خود علی خامنه ای میگفتن که شما شلیک کردید، غلط کردید، اشتباه کردید. این تکرار این نمونه ها تصویری از یک نظام بی‌آبرو رو در سالهای اخیر به ویژه، یعنی به تدریج از 98 به این طرف ترسیم کرده، هم در داخل هم در خارج. داخل برای علی خامنه ای مهم نیست، اما خارج براش مهمه که اینقدر بی آبرو نباشه. تأکیدش امروز بر این که بیاید این آبرو رو حفظ بکنید، این اون تصویری رو ازش میده که زندانیان سیاسی ما این تصویر رو میشناسن. شما ببینید مهندس موسوی، آقای تاج‌زاده، تو این مدت اونقدری که به ابوالفساد جمهوری اسلامی یعنی رهبری اشاره کردند، به هیچ چیز دیگه اشاره نکردند. میزانی که مصطفی تاج‌زاده راجع به استبداد و خودرأیی و کارنامه فاسد علی خامنه‌ای حرف زده، حتی تو زندان، حتی مطالبی که از تو زندان ازش منتشر شده، یا آقای قدیانی یا مهندس موسوی توی دو سه تا بیانیه مختلف غیر از بیانیه های سال 88 منظورمه، اشاره میکنن به رأس فساد. این نشان دهنده شناخت اونهاست از در واقع علی خامنه ای، و این تأثیر میذاره توی رأی سیاسیشون. و البته نکته دیگری، یعنی ممکنه شما بفرمایید که خب یعنی دیگران همچین شناختی از علی خامنه ای ندارن، چرا؟ اینجا اون نکته دوم تفاوت اونها با بقیه است، و اون اینه که من فکر گمان میکنم که ما دو مدل سیاست ورزی داریم، سیاست ورزی معیار و سیاست ورزی بیقرار.
سیاست مرزی معیار یعنی شما یه مبنای مشخصی داری، مقصدت مشخصه، مسیرت مشخصه، ظرفیت ها و امکانات رو نگاه میکنی، اونها رو با ارزش ها و معیارهای خودت میسنجی، حرکت میکنی. سیاست ورزی بیقرار یعنی سیاست ورزی باری به هر جهت، میریم جلو ببینیم چی میشه. ببینید یه مثال میزنم، نام نمیبرم چون نام واقعا مسئله ما نیست، من با این مدل حرکت کار دارم. یکی از رهبران همین کمپین انتخاباتی اصلاح طلبان که از اول شروع کرد، زودتر از همه شروع کرد دعوت به مشارکت و رأی به نامزدشون رو و بسیار هم پرتلاش بود، ایشون یه کارنامه‌ای داره، هوادار آقای خاتمی بود، بعد سال 81 مقاله خروج از حاکمیت رو نوشت که آقای خاتمی شما بعد از حاکمیت خارج شی، نمیذارن کار کنی، دیگه فایده نداره. خب گذشت. هوادار آقای روحانی بود و دعوت میکرد به دعوت به رأی به آقای روحانی. سال 99 مقاله نوشت آقای روحانی شما باید استعفا بدی، فایده نداره، دیگه نمیذارن شما کار کنید. این دوره دوباره اومد به آقای دعوت کرد به رأی به آقای پزشکیان و خب وقتی ازش میپرسی آقا مگه شما همونی نبودی که دو بار دعوت کردی و هر دو بار گفتی استعفا فایده نداره، اتفاق جدیدی افتاده، شما دوباره وارد عرصه شدی و این حرفا رو میزنی؟ میگن نه ما حالا بیایم ببینیم چی میشه، اگر تأثیر داشت، اگر آقای پزشکیانم گفته، اگر نشد من میرم. من اسمشو میذارم سیاست ورزی باری به هر جهت. یا اون بزرگواری که مثلا همین دو ماه پیش گفته بود تا وقتی شورای نگهبان هست ما در انتخابات شرکت نمی کنیم. هنوز عرق این سخن خوش نشده به لحاظ تاریخی، اومد و دوباره مشارکت کرد. من احترامشون محفوظ، احترام شخصشون، ولی نظرشون محترم نیست. این نظر، این شکل حرکت به گمان من مسئولانه نیست. اون چیزی که در رفتار آقای تاجزاده، در رفتار آقای مهندس موسوی، آقای مدنی و سایر زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان بند چهار، زندانیان بند زنان، خانم نرگس محمدی، خانم فائزه هاشمی، خانم گلرخ ایرایی و کسان دیگری که شاید صداشون به بیرون نرسیده و امروز خبر رسید که اینها رأی ندادن، بعضیشون قبلا پیام دادن، بعضیشون که پیام ندادن، امروز خبر رسید که رأی ندادن. رفتاری که ما در اینها میبینیم، من اینها رو دستبندی میکنم در سیاست ورزی معیار. ممنونم محمد جواد اکبرین و رضا علیجانی که ما رو از پاریس در این بخش از برنامه همراهی کردید. اما اجازه بدید همین بحث رو ادامه بدیم در اینجا با مهمانانمون در استودیوی ایران اینترنشنال. آقای معماریان، 24 ساعت گذشته خیلی تلاش شدش که بین سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف یک ائتلاف صورت بگیره که یکیشون بیاد، شکست خورد. من شب گذشته رسانه‌های اجتماعی توییتر و حالا کانال‌هایی که منتسب به اینها هستن نگام کردم، سیل تهمتی بود که به هم دیگه وارد می‌کردن، یعنی از تو فاسدی، تو بیکاری، تو نمیتونی، تو نمیخوام اصلا در مورد رقابت بین اصولگرایان و به اصطلاح اصلاح طلبان و اینا صحبت بکنم، میخوام در مورد دو کاندیدایی که تازه قرار بود با هم ائتلاف بکنن. اینهایی که اینقدر به هم دیگه رحم ندارن در بیان چنین چیزهایی، الان میخوان فردا روزی به قدرت برسن، چه خواهند کرد؟ خیلی موضوع مهمی هستش. یکی از دلایلش هم این هست که در طی سالهای گذشته انقدر حذف صورت گرفته در داخل ساختار جمهوری اسلامی، انقدر گروه‌های مختلف اجتماعی سیاسی از مشارکت در عرصه سیاسی و عرصه‌های مختلف حذف شدن که جمهوری اسلامی میتونیم بگیم که کوچک و کوچکتر و کوچکتر شده و مستهلک شده. این ساختاری که داره مستهلک شده و ادامه‌اش اصلا بسیار ضعیف‌تر شده و به همین خاطر می‌بینیم که در جریان چنین رقابت‌های افراد به حال چنین رفتاری از خودشون بروز می‌دن و برای قدرت، کسب قدرت، چنین رقابت‌هایی رو به این شکل انجام میدن. به نظر من همین مسئله هستش که در واقع یکی از دلایلی هستش که افرادی که تحریم میکنن انتخابات رو بیشتر راسخ میکنه در این که به هر حال به این در این چنین انتخاباتی شرکت نکنن. چرا؟ شما ببینید که گروهایی که آقای اکبری هم اشاره کردن، گروهایی که در واقع در این انتخابات شرکت نکردن، گروه‌های بسیار حائز امنیتی هستند. در انتخاباتی که مثلا ما داشتیم سال 92 یا سال 76، ما می‌بینیم که حضور یک سری گروه‌ها بسیار
پررنگ هست، حضور یه سری از گروه‌ها تاثیرگذار هست و اون گروه‌ها هستن که در واقع یک جوری به صورت لایه به لایه مردم رو بسیج میکنن و پای صندوق‌های رأی میارن و اون شور و انتخاباتی رو به قول معروف به قول خودشون ایجاد میکنن. ما در این انتخاباتی که از معدود انتخاباتی هستش که ما میبینیم که در این چند هفته گذشته این گروه‌ها شرکت نداشتن. شما ببینید زندانیان سیاسی یک اجماع بالا، اجماع گسترده در این که شرکت در انتخابات نمی‌کنیم. خانواده‌های دادخواهان، کسانی که عزیزانشون در طی سال‌های گذشته از دست دادن با توسط دستگاه حکومتی در اشکال مختلف، اونها به طور خیلی شجاعانه اومدن در عرصه و گفتن که شرکت نمی‌کنن چون تغییری رو احساس نمی‌کنن که ایجاد بشه. ورزشکاران، دانشجویان، زنان، اینا همه گروه‌هایی هستن که در دوره‌های مختلف حضورشون بسیار موثر بوده، ولی در این انتخابات می‌بینیم که واقعا مجموعه این گروه‌های مختلف یک جوری خودشون رو کنار گذاشتن و همین هستش که ما علارغم اینکه مثلا خب بحث سری بود که ممکن هستش که یک در ساعت‌های آخر، در روز آخر مثلا یک شوری ایجاد بشه یا یک تکونی بخوره این معادلات مرتبط با تعداد کسی که شرکت می‌کنن، ولی می‌بینیم که در همین روز واقعا این زورش نرسید و از صبح بر اساس همه گزارش که منتشر شده بسیاری از صندوق‌ها در حال اون استقبالی که بعد بشه استقبال انجام نمیشه. به نظر من این یک پیام بسیار بزرگ برای حالا دید که عددها چجوری هست، هنوز ممکن چند ساعتی تمدید بکنن، یه تکانهای در اون عددها بخوره، ولی واقعا فرق نمیکنه. به نظر من همین که این گروه های مرجع، همین که این کسانی که به هر حال تاثیرگذار هستن در جامعه، به آقای خامنه‌ای بار دیگر گفتن نه، به نظام جمهوری اسلامی گفتن نه، به نظر من پیام خیلی بزرگی داره برای حکومت و نشون دهنده این هستش که حکومت و مردم بر سر تصمیمات بزرگ کجا ایستادن در مقابل هم دیگه. فاروق حضوری دری، من میخوام که در مورد عملکرد اصلاح طلبان بپرسم. اما خیلی ها مثلا به ما مسیج دادن که چرا شما فقط در مورد اصلاح طلبان خیلی حرف میزنید، چرا در مورد مثلا کمپین آقای جلیلی یا کمپین آقای قالیباف انقدر حرف نمیزنید؟ من خیلی ساده نظر خودم رو بگم، اونها خواستار حفظ وضع موجود هستند، یعنی مشخصه که دنبالش هستند. اما که ادعای تغییر دارند رو و اونهایی که خودشون رو بخشی از تحول میخوانند در این کمپین ما میبینیم. حالا شاید یک سایه روشنی از اونها به نوعی به کسانی باشه که ما زمانی با هم دیگه کار کردیم، با هم دیگه فعالیت‌های مشترک کردیم، ولی خب مسیرها سالهاست دیگه از هم جدا شده. اما این عمل کرد رو سال 76 ما با سید محمد خاتمی داریم که میاد گفتمان عوض میکنه، میاد یک سری کلمه اصلا به ادبیات سیاسی نه فقط جمهوری اسلامی، اصلا در سطح دنیا میاد یک سری مسائل رو مطرح میکنه. حالا ما از تمام اونها امروز رسیدیم به آقای پزشکیان، به نسل جدیدی که از اصلاح طلبان هستن. آیا فکر میکنید که اساسا عمل کردگی اصلاح طلبان رو میتونیم در دایره همون اصلاح طلبی تعریف بکنیم و آیا اساساً این نسل از اصلاح طلبی حاضر به هزینه دادن هم هست؟ گفتید که مسیر اصلاح طلبان جدا شده حالا از برخی کسانی که ارزش‌های مشترکی احتمالاً در اون دوره با هم داشتن. مسیر اصلاح طلبان به کلی از مردم جدا شده به نظر من. و چرا راجع به اصلاح طلبان بیشتر صحبت میکنیم؟ به این دلیل که اصلاح طلبان قرار نیست بیان پای چیزی بایستن یا هزینه‌ای برای مردم بکنن، هزینه‌ای برای تأمین مطالبات مردم و نمایندگی واقعی، آزادانه و حقیقی مردم. برعکس، اصلاح طلبان از فریاد زن زندگی آزادی و مرگ بر خامنه‌ای که از گلوی شهروندان و معترضان بیرون آمد در جنبش زن زندگی آزادی دارن استفاده میکنن که الان دوباره رقابت میکنن برای بازگشت به میدان تنگ قدرت در جمهوری اسلامی. اگر این فریاد نبود، اگر این کشته شدگان نبودند، اگر این اجماع عمومی در جامعه نبود، خامنه‌ای حاضر نبود بار دیگر در همین حد هم گوشه چشمی با هزار شرط برای اصلاح طلبان داشته باشه که بیان اساساً بخوان به اصطلاح رقابتی بکنن برای دستیابی به کرسی ریاست جمهوری. بنابراین اصلاح طلبان گروهی هستن که واقعاً دارن، حالا بارها گفته شده که خون شهدا، از خون شهدای مردم استفاده میکنن برای اینکه بتونن برگردن به
قدرت. اگر اصلاح طلبان قرار بود پای کسی بایستن، الان صادق زیبا کلام در زندانه با سرطانی که متاستاز شده، هم فکر و به هر حال هم پیاله گروه اصلاح طلبه. کلمه ای راجبه همفکرانشون در زندان جرأت نکردن و نخواستن که حرف بزنن. در نهایت همون جمله خیلی خوبی که آقای سازگارا تو این چند روز گفتن، من ازشون وام میگیرم، اصلاح طلبان دنبال 90% بهبود وضعیت خودشون هستن، نه 10% بهبود وضعیتی که به عنوان یک روزنه در این دیوار سخت به مردم دارن در واقع وعده میدن. میخوام بگم که از طرفی ما شاهد این هستیم که جامعه تا حد زیادی، حتی اگه نخواهیم بگیم ارزش‌هاش، تغییر کرده. بعد از زن زندگی آزادی شوک مهمی به هنجارها و ارزش‌های جامعه وارد شده. ما نمی‌بینیم که نیروهای اصلاح طلب، مدعی تغییر، همپای جامعه تغییر کرده باشن. ارزش‌هاشون کمی به ارزش‌های مردم نزدیک شده باشه، کمی به ارزش‌های همون نوجوانی که تحت عنوان رأی اولی میخوان ازش رأی بگیرن نزدیک‌تر شده باشن، حتی وعده‌های انتخاباتیشون. بنابراین من معتقدم مردان اصلاح طلب جمهوری اسلامی عمیقاً برآمده از همون فرهنگ جمهوری اسلامی و معتقده به همون فرهنگ هستن و چیزی برای دادن به مردم ندارن. اصلاح طلبی امروز دیگه ربطی به مردم نداره، یک لابی سیاسی برای بازگشت به قدرت و یک خیانت بزرگ به قدرت جمعی که در زن زندگی آزادی شکل گرفت. ممنونم آقای علیزاده. یه مقدار این صحبت که داشتم با آقای علیجانی و آقای اکبر نجام میدادم، یه جنبه دیگرش رو هم با شما بررسی بکنیم. سالهاست دارید در عرصه روابط بین الملل کار میکنید. هر کدوم از اینها بیان، شما در چند روز گذشته گفتید دیگه اصلا بحث برجام و نمیدونم بازگشت پاسپورت ایرانی به جایگاه چیزیش نیست و غزه رو بارها مطرح کردید، ولی هیچ وقت وقت نشد این رو باز بکنید. چرا اینقدر شما روی این اصرار دارید که غزه در واقع میشه اولویت یک سیاست خارجی؟ و لطف بفرمایید برای ما بگید که هر کدوم از این سه نفر بیان با چه چالشی روبرو خواهند شد؟ ببین خیلی پرسش خوبیه. ببینید آقای خامنه ای ادبیات خاص خودش رو داره، یعنی در واقع کدگذاری هایی در کلامش باید پیدا کنه. مثلا میگه نرمش قهرمانانه، این یک کدگذاری پشتش معنای اقتصاد مقاومتی نمیدونم. در نزدیک به فرارسیدن انتخابات که بود گفتش که رئیس جمهوری رو انتخاب کنید که به عمق استراتژیک نظام باور داشته باشه. خب من از شما میپرسم عمق استراتژیک نظام الان چی هستش؟ این که مثلا پاسپورت یه ایرانی قوی باشه، پول جیبش ریالش ارزشمند باشه، الان فرونشست زمین نرسه به آثار باستانی ما، اینا برای نظام جمهوری اسلامی مهم هست؟ یا این که در مسئله منازعه‌ای که در منطقه شکل گرفته و احتمالش هم میره الان جنگ به مرز با لبنان با حزب الله آغاز بشه، یعنی همین الان گمان زنی ها این هستش که جبهه شمالی اسرائیل هم گشوده بشه و بعد ببینید که چه تحولاتی داره اتفاق خواهد افتاد. امریکا بیاد وسط، ایران بیاد وسط، روسیه بیاد وسط. خب از نگاه آقای خامنه ای که در این 9 ماه جنگ غزه داره ادامه پیدا میکنه، الان از سقوط هلیکوپتر 40-50 روز بیشتر نگذشته، خب تو این فضایی که جنگ غزه 9 ماه ادامه داشت، او چطوری میتونه مثلا فرمان رو بده به دست کسی که حالا نگاه دیگری غیر از خامنه ای داره؟ امروز هم خبری که شما آمد بیرون که او به قالیباف رأی داده، آنچنانی که ظاهرا رؤیت شده رأی او، خب به خاطر این هستش که یک نظامی در رأس قوه مجریه قرار بگیره که هماهنگی‌های بیشتر رو با کلیه نهادهای میدان، تعبیر میدان به کار ببرم، بیشتر از بیش از پیش انجام بده. اون نگاهش به اینه، وگرنه براش مهم نیست حالا پاسپورت ایرانی ارزش پیدا کنه یا شکم ایرانی سیر بشه یا نشه. و برای جنگ غزه شما بایستی پول داشته باشی. مسئله پول هم برمیگرده به این که حامل‌های انرژی افزایش پیدا بکنه. ببینید این حرف رو من امروز اینجا دارم میزنم، ثبت میشه، 2-3 ماه 5-4 ماه دیگه خواهید دید دیگه.
مسئله افزایش دادن حامل‌های انرژی بنزین و نمیدونم گازوئیل و چه و چه و چه قطعا باید در دستور کار نظام هستش. منتها اگه به اون رسوایی سال 88 باشه که خب دیگه به خاطر اینکه نود و هشت باشه، اگر قرار باشه که کنترلش بکنن، خب حالا فرض کنین آقای پزشکیان هم اگر بیاد سر کار بایستی به پای این تمومش میکنن. آقای اصلاح طلب بود اومد بعد بنزین بشه 30,000 تومان، بعد افزایش قیمت ها تورم شدیدتر میشه، خب حالا پولم اومدش در این سبد دولت قرار گرفت، این آب نوشیدن رو قرار من بنوشم یا برای تو قزه خرج بشه. حرف من اینه، این پول قرار نیست تو داخل کشور خرج بشه. حالا تورم ایجاد شده، دولت جیبش پر شده، میخواد بیمارستان برای ما درست کنه. مسئله آقای خامنه ای امروز قزه است. این نکته اول. نکته دومی که میخوام من روش دست بگذارم که به تمام دوستان خودم هم خیلی هاشون میگن که نمیخواستیم بریم رای بدیم و اینا، من میگفتم آقا چی میخواید شما شرکت کنید؟ بود انتخابات ریاست جمهوری. این دروغه. شما انتخاب رئیس جمهور نمی کنید. رئیس جمهور مثلا در آمریکا، در فرانسه، در کجا کجا فردی است که ریاست دارد بر جمهور مردم. یعنی حرف او نافذ هستش بر تمام 85. الان ببینم آقای پزشکیان میتونه یه حرفی رو بزنه که حرفش نافذ باشد بر علی خامنه ای؟ آقا خامنه ای کنار، حرف پزشکیان نافذ باشه مثلا بر سپاه قدس؟ حرف پزشکیان نافذ باشه بر نمیدونم اصلا؟ پس بیاین اول از همه این دروغ بزرگ رو برای یک بار و برای همیشه این معادله رو تو ذهنمون جا بدیم. مسئله انتخاب رئیس جمهور نیست، مسئله انتخاب رئیس دولت است. اونم رئیس دولت، یعنی ادمنستریشن، رئیس دولت پارو دست و بسته، من تعبیرش میکنم به پیشکار رهبری. بهترین تعریف اینه. حالا شما برای انتخاب پیشکار رهبری این آقا رو میخوای انتخاب کنی یا اون آقا رو انتخاب کنی، چه فرقی وجود داره؟ و جمله آخرم با تشکر از خانم حیدری که ذکر آقای زیبا کلام رو کردن، با سرطانی که تو دارن و توی زندان هستن، یادم نمیره آقای کامیار، یادم نمیره آقای زیبا کلام، شهر به شهر، استان به استان، دانشگاه به دانشگاه، مسجد به مسجد، با هزینه شخصی خودشم، نه اینکه مثلا تو کمپین میرفتش صحبت میکردش و این جمله رو یادگار گذاشته بود. میگفت آقا ما چاره ای نداریم جز این صندوق شکسته پیکسته انتخابات. آقای زیبا کلام این جمله رو یادگارش بود. همون آقای زیبا کلام به جایی رسید گفت دیگه به این صندوق شکسته پیکسته اعتقاد ندارم. حالا دیگه این وسط چه تغییری ایجاد شده با آمدن آقای پزشکیان که قرار معادلات تغییر بکنه و اون پیشکار بهتر انتخاب؟ من نمیفهمم. اگه میفهمیدم منم میرفتم رای میدادم. بسیار عالی. درچه پاسپورتشو دارم نه. البته به نظر میرسه که حالا بدون پاسپورت هم تازگی رای میگیرم. من بماند این رو به مزاق گفتم. زمین که مسئله تقلب هم فراموش نکنیم. من اتفاقا میخوام که بذاریم. ما میخوام در مورد مسئله تقلب و سیانت از آرا مفصل صحبت بکنیم. برمیگردم. خیلی ممنونم. امیدوارم در ادامه فرصت بشه با همین ترکیب باز هم صحبت بکنیم. اما اجازه بدید همراه بشیم با مهدی گررو، فعال سیاسی که از مالمو سوئد همراه ما هستند. خوش آمدید خانم گررو. شما کمپین های تمام نامزدها رو رصد کردید، میدونم از روز اول این انتخاب رو با دقت دیدید. آیا اساساً چیزی رو دیدید برای اینکه در واقع رأی آنهایی که تحریم میکردند رو بخوان به نفع خودشون جلب بکنن؟ منظورم بیشتر این استش که آیا تکلیف خودشونو مشخص کرده بودند، میدونستن که یک بخش زیادی از جامعه رأی نمیده و با اونها اصلا حرف هم نزدن، به دنبال این بودن که هواداری خودشونو دوباره جمع بکنن، یا اینکه نه یه برنامه بود برای اقناع مردمی که با صندوق رأی قهر کردن؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیزم در استودیو.
خیلی بحثای خوبی بود. من هم چند دقیقه هستش که پیوستم و بحثا رو میشنیدم. امیدوارم که بتونیم بیشتر در مورد هم بحث صیانت از آرام صحبت بشه. یه شگفتی که در این دوره انتخابات جمهوری اسلامی وجود داشته اینه که شما وقتی که آمارهایی رو که همین مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع میداده، یا حالا گمان یا این مرکز دانشجویی که آمارها رو میده، میزان مشارکت و میزان آرای هر کدوم از این کاندیداها قبل از مناظره ها بیشتر بوده. یعنی نشون میده که خود مناظره ها تأثیر کاملا عکس داشته روی میزان مشارکت و انتخابات. بعضی از این کاندیداها بین 3-5% کاهش رأی داشتن و توی رأی مرددین یا همون اصطلاحا رأی خاکستری یا رأی سیالی که هنوز نمیدونستن میخوان رأی بدن، هم ما میدیدیم که این تعداد افزایش پیدا میکنه، درصد اون بخش مرددها افزایش پیدا میکنه و کسانی که حالا قرار نیستش رأی بدن و تصمیم گرفتن که اصلا شرکت نکنن. این خودش نشون میده که چه دستاوردی این مناظره ها داشته برای کاندیداها. توی این مناظره ها خب یه جایی که دو قطبی شکل می گرفت، کسانی که اصلا نمیخواستن رأی بدن در سال 92 ما تجربهش رو مشخصا داشتیم دیگه. یعنی بعد از هر کاندیدا یک جوی ایجاد میشد در مورد حرفایی که زده شده بود. فلان کاندیدا سپاه رو زد، اون یکی مطلقی که انداخت به خامنه ای انداخت، اون یکی مطلقی که انداخت به شورای نگهبان انداخت. اما شما هیچ کدوم از این حرف ها رو توی این دوره مناظره ها نمیبینید و فقط و فقط چیزی که از دل کمپین ها در میاد و از دل مناظره ها در میاد اینه که کدوم یکی بیشترین میزان چاپلوسی رو برای خامنه ای میکنن و گوی سبقت رو از همدیگه میروباین در مورد اینکه کدومشون اول حرفشون یا آخر حرفشون میگن خط قرمز ما بیانات و منفیت مقام معظم رهبری هستش. به خاطر همین من فکر میکنم که این مناظره ها نه تنها تأثیری نداشت و به نفع کاندیدا نبود، بلکه به ضررشون هم بود و در مورد کمپین های تبلیغاتیشون هم همینطوره. خب این کمپین های تبلیغاتی قالیباف و جلیلی که همون حرفایی بود که قبلا زده بودن، اما بخش ناراحت کننده که باعث میشه ما هی هم در مورد پزشکیان بیشتر و بیشتر حرف بزنیم، کمپینی هستش که حتی هی داره تقلیل میده خواسته های مردم رو. امروز توی یکی از صفحات مربوط به پزشکیان یه چیزی منتشر شده بود که رئیس جمهور نمیتونه چیزی رو تغییر بده. درست، رئیس جمهور نمیتونه چیزی رو تغییر بده، اما شاید بتونه جلوی خرابی بیشتر رو ببینه بگیره. یعنی شما ببینید این شعار تبلیغاتی رو ببینید، یک نفر بره رأی بده برای اینکه شاید جلوی بدتر شدن وضعیت گرفته بشه. به خاطر همین توی این کمپین های تبلیغاتی من چیزی ندیدم که بخواد محرک مردم باشه. حتی کسانی که فکر میکردن شاید بخوان رأی بدن بعد از مناظره ها تصمیم بگیرن، هم بعد از مناظره ها و دیدن حرف های این کاندیداها و کمپین های تبلیغاتیشون فکر کنم نظرشون برگشت. خانم گروب، آقای عباس عبدی کسی که در هفته های گذشته خیلی برای پزشکان تلاش کرد که تبلیغ بکنه، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور، تو رسانه‌های مختلف صحبت کرد، اما الان یک متنی رو منتشر کرده در صفحه اکس خودش و نوشته برای ما مهمتر از آرای آقای پزشکیان میزان مشارکت است. چیزی که همه مخالفان در واقع کمپین آقای پزشکیان در خارج از کشور، در داخل کشور، اونها که میخواستن رأی ندند همین رو گفتن. گفتن شما میایین نه برای این که پزشکیان رو به پاستور بفرستید، میایید که تنور انتخابات رو فقط گرم کنید. این آیا مؤید همون حرفا نیست؟ ابایی هم ندارن از تایید کردن این حرف. پزشکیان یکی دو تا جا تو سخنرانیاش وقتی ازش پرسیدن تو دانشگاه شریف گفت من اومدم که تنور انتخابات رو گرم کنم، من اومدم که آدم‌های بیشتری بیان رأی بدن. حتی تو مناظره گفتش که کسایی که توی ستاد من هستن هستن برای اینکه آرا بیشتر بشه، وگرنه معلوم نیستش که بعداً چه اتفاقی بیفته. یعنی اینکه دیگه چیزهایی رو که شاید تا پیش از این در مورد اصلاح طلبان ما شفاف و مستقیم ازشون نمی‌شنیدیم، ولی خودمون این حرفا رو میزدیم و میدونستیم که پشت حرفاشون همچین معانی میتونه وجود داشته باشه و تفسیر میکردیم، الان دیگه میبینیم که اونا مستقیم میان در موردش حرف میزنن و میگن ما اومدیم فقط برای مشارکت. اتفاقا عباس عبدی جزو همون کسانی هستش که در آخر دوره روحانی هم میگفتش که روحانی کاری نتونست بکنه، الان هم دقیقا همینطوره و اصرار دارن بر این که مشارکت بیشتر میتونه پیروزی باشه. بله، میتونه پیروزی برای نظام باشه. دلیلش هم این همین هستش که بسیاری از مخالفان در حال حاضر مرتب دارن تاکید میکنن روی این که این کاهش مشارکت و نبود مشارکت خود
خودش میتونه ادامه جنبش زن زندگی باشه، ادامه اون تصمیم جمعی مردم ایران باشه که در سال 1400 گرفته شد که ما دیگه با شما و صندوق رأیتون کاری نداریم. این مایی هستش که از دل رأی ندادن شکل میگیره. وقتی که میگن این رأی ندادن چه نتیجه‌ای داره، اتفاقا این رأی ندادن یکی از نتایجش همین مای بزرگ جمعی بود که تو جنبش زن زندگی آزادی خودش رو نشون داد. شما فکر میکنید مردمی که یه دی رأی میدن یه دی رأی نمیدن و وقتی که یک اتفاقی میفته مرتب انگشت اتهامو میگیرن به سمت همدیگه که تو اگه رأی نداده بودی شاید این اتفاق نمیافتاد، تو اگه رأی داده بودی شاید این اتفاق میافتاد. یعنی این درگیری که شکل میگیره وقتی که شما میبینید که تعداد کسانی که در انتخابات شرکت نمیکنن، یعنی انگار که خودشون رو آزاد میکنن از بند اینکه بخوان دیگه در مقابل کاندیدایی که رفته و بهش رأی دادن مسئول باشن. مردم ایران مردم مسئولیت پذیری هستن و اتفاقا شهروندان و فعالین زنان دانشجو اینها کسانی که به روحانی رأی دادیم، هم من یادمه که بخش زیادیمون همون بعد از 2 سال داشتیم میگفتیم که چه فاجعه‌ای اتفاق افتاده. اما اون کسانی که مسئولیت پذیر نیستن دار و دسته خود اصلاح طلب‌ها هستن که تا همین الان هم همچنان میگن که نه بیایید شاید کوچکترین اتفاقی رو تونستیم رقم بزنیم، شاید تونستیم. و این دروغی که میگن، شما برگردید به سال 1400 ببینید که با 2.5 میلیون رأی که همتی داشت و در نهایت مشخص شد که از آرای باطل هم شکست خورده، که پایگاه رأی اصلی اصلاح طلب ها رو اگه بخوایم در نظر بگیریم اون 2.5 میلیون اصلاح طلب، منظورم همین گروهی هستن که معتقدن که فقط از طریق صندوق رأی چانه زنی با قدرت میخوایم چیز رو تغییر بدیم. چون به هر حال منظورم اون معنی اصلاح طلب معنی عام نیستش، اصلاح طلبانی که در جمهوری اسلامی هستن. متاسفانه همه کلمات رو هم باید یک بار توضیح بدیم که منظورمون از اصلاح طلب، بقیه جای دنیا وقتی در مورد اصلاح طلبی حرف میزنن دارن در مورد یک چیز پیشرو حرف میزنن، ما وقتی میخوایم در مورد اصلاح طلبی حرف بزنیم باید تاکید بکنیم که منظورمون همین امثال عبدی هستن که میگن که مشارکت زیاد مهمه که جمهوری اسلامی رو بتونیم سر پا نگه داریم. اونها هرگز مسئولیت رو نپذیرفتن، نه در مورد خاتمی، نه در مورد روحانی، نه در بعد از آبان 98 پذیرفتن که در دل اون دولت اتفاق افتاده. و به خاطر همینه که این موج انتقادات به اصلاح طلب ها به خاطر اون دروغ هایی که میگن خیلی بیشتر هستش نسبت به گروه های دیگه. ممنونم از شما مهدی گلرو فارسیسی که از مانمای سوئد ما رو همراهی کردید. اینجا در استودیو با همکارانم علی حسین غازی‌زاده و محمد رهبر هم به جمع ما اضافه شدن. خانم خضری خیلی ممنونم که همچنان همراه ما هستید. اجازه بدید من میخوام که الان داشتم نگاه میکردم یک مقاله رو کسرا عربی و سعید گلکار منتشر کردن در مورد نقش قرارگاه بقیت الله که میدونیم عزیز جعفری مسئولیشه در نحوه تقلب در انتخابات. ما یه زمانی در مورد تقلب که صحبت میکردیم در رأی شماری بود که حالا میخوام اتفاقا در موردش خیلی مفصل هم حرف بزنیم، ولی این الان داره یک نقشه پیچیده ای رو از خرید رأی، ارعاب، رأی خانی و یک نقشه پیچیده ای رو مطرح میکنه. حالا ما برگردیم اینو حالا مفصل در موردش صحبت میکنیم. اما علی حسین، من آماری که از کمپین خود آقای رئیسی شنیدم از 3300 صندوقی که در کل کشور وجود داره نزدیک 1500 ناظر داره. آقای پزشک، آقای پور محمدی گفته من اصلا ندارم، یه نفر فقط در تجمیع آرا خواهم داشت، 4-5 نفرم در تهران. اصلا این انتخابات رو هرچی اصلا ما اسمشو میذاریم انتخابات، اسمشو میذاریم رای گیری منظم، چه شکلی میخواییم از رئیسی هنده؟ بله، این نکته خیلی واضحه که در واقع نشون میده که من چند روزی هست که روش صحبت کردم. اولویت اصلی این کارزار اونه، خاطر اینکه تو وقت انتخابات میخوای شرکت کنی، رأی مردم رو بگیری، باید از رأی مردم مراقبت هم بکنی. اینجوری نیست که دوستان ندونن که برگزاری کننده انتخابات کیه. محمد وحیدی وزیر کشوره، کشوری که الان رئیس جمهور نداره، برگزار کننده انتخابات مثلث قالیباف مخبر اجرایی هست، به مسئول برگزار انتخابات هم. شما اصلا برای یک سیستم کاملا یک دستی که دست همه این نهادهای که الان تو کمپین قالیباف و جلیلی هستن و اراده کامل دارن برای تصاحب قدرت، اونقدری حفظ این پوزیشن براشون مهمه که الان این دوتا قالیباف و جلیلی رو همدیگر رو پاره میکنن، یعنی حتی حاضر به ائتلاف نشدن که هیچی در این کانالهایی که منتسب به جریان اصولگرا بوده به بدترین چیز دارن همدیگر رو متهم میکنن. این ساده انگاری که تصور بکنیم که اینها یک انتخابات شست و رفت برگزار میکنن، منتها این کمپین آقای پزشکیان اساساً کلمه ای راجع به مکانیزم برگزاری، نظارت،
اینکه از آرا چی بودید اصلا صحبت کرده؟ اساسا هر گزاره‌ای که به نوعی باعث مکدر شدن خاطر سپاه پاسداران و علی خامنه‌ای بشه رو از دل این کمپین شما نمی‌شنوید. نشون بده که هدف انتخابات چیه. نه به هیچ عنوان در واقع برای چنین چیزی فکر نکردن و اساساً ببخشید فکر کردن یا همونی که میگی نخواستن اصلا فکر دقیقا نخواستن فکر کردن بس اینه. شما اصلا وارد یه حوزه میشی که اساساً آدم اون حوزه نیستی، یعنی میدونی که نمیتونی چی کاری بکنی. مأموریتی که پزشکیان براش وارد انتخابات شده و جریان، مثلا جریان همیشه میگفتم این جریان‌های احزاب سیاسی در دنیا اول پایگاه اجتماعیشون رو میسنجن که اونها چی میخوان، بعد وارد انتخابات میشن. به طور سنتی پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان و کمپین‌های نزدیک بود مثل روحانی استوا بر کجاست؟ دانشگاهیان، هنرمندان، اصناف، زندانیان سیاسی، تمامی اینها مخالف شرکتن. و این جریان قبل از اینکه نماینده خود برنامه خود واسه انتخابات ارائه بکنه هیچ گونه رایزنی، امکان سنجی، نظر سنجی با این پایگاه رأیش نکرده. یه نفر معرفی کرده، معذرت میخوام، یعنی مثلا این گوسفند باید بریم بهش رأی بدیم چون من با ما به نتیجه رسیدیم. این مکانیزم کجای دنیا احزاب سیاسی اینجوری دنبال میکنن؟ یعنی اساسا شما وقتی همه اضلاع این قصه رو میبینید اینه که رای آوردن، پیروز شدن یک هدف ثانوی بوده برای این کمپین. هدف اصلی این بوده که نظام سیاسی با محمد علی خامنه‌ای این جریان رو به طور کامل دیگه محذوف و غیر خودی قلمداد کرده. یه جوری دارن پیام میدن که آقا ما دشمن شما نیستیم، ما بخشی از نظامیم، این مشروعیت از دست رفته شما رو تا حدی که بتونیم براتون احیا میکنیم، طبیعتاً در حد امکان هم از مواهبش میخوان بهره مند بشن. خانم خضری داری مواهبی که همکارم علی حسین غازی‌زاده بهش اشاره میکنه، حالا ما بارها هم که خودتون هم یه اشاره کردید 10% وضع مردم بهتر بشه، 90% وضع خودشون بهتر بشه. ولی مسئله عمده بر سر اینه که آیا با شناختی که از علی خامنه‌ای داریم، با اون چیزی که میبینیم، ببینید با این چند بار اسمش رو آوردیم امروز، میرحسین موسوی، کسی که وایساد سر حرفش، الان سالها در حصره، باز امروز که میتونست از مواهب این نقشه کشی و اون چیزی که خودش میگفت نقشه ماری که میکشن استفاده بکنه، حداقل شرایطش رو شاید بهتر بکنه، بگه در انتخابات شرکت میکنم، میام در این صحنه سازی که بخشی از اصلاح طلبها به وجود آوردن شرکت میکنم تا اینکه یه چیزی به دست بیارم، شاید حداقل شرایطش بهتر شه. ولی نکرد، باز رأی نداد. این آیا از دید شما یک تضاد درونی گروه موسوم به اصلاح طلبه یا نه همون که خودتون گفتید صفش مدت هاست دیگه جدا شده و دیگه نمیتونیم اصلا در موردش حرف بزنیم؟ صفش جدا شده، به خوبی توضیح دادن که از پایگاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی که ممکن بود بخواد به اصلاح طلبان رأی بدهد و اصلاح طلبان رو بفرسته به دفتر نهاد ریاست جمهوری، کلن جداست این انتخابات. این در واقع آقای پزشکیان که حالا به نمایندگی از اصلاح طلبان آمده، اصلاح طلبان کیان؟ اگر یک جریان سیاسی هستن که میخوان برگردن به قدرت، خب بله، دارین لابی قدرت رو به درستی طی میکنید و برای آقای خامنه‌ای هم پیام میفرستید که بین اون اپوزیسیون خطرناکی که داری و من که فرزند تو هستم و میخوام که این نظام بر جای بماند و حفظ نظام از اوجب واجبات است و پاسدار جمهوری اسلامی هستم نه پاسدار رأی و نمایندگی مردم، بین اونا و من، خب منو انتخاب بکن. در نتیجه این پیامی است برای آقای خامنه ای، چرا که هیچ گونه هماهنگی، هیچ گونه، بسیار نکته خوب رو اشاره کردن، در واقع سنجش این که نیروهای خواهان تغییر در این جامعه که حالا من خودم رو به اونها متصل میکنم، منتسب میکنم، موافق هستن که من بیام نامزد بشم و آیا به من رأی خواهند داد، آیا پای صندوق رأی خواهند آمد، درچه اصلا مهم نیستن مردم اینجا. مسئله برای اصلاح طلبان بازگشت به دایره تنگ قدرت و به نظر من به شدت از ضعف اپوزیسیون هم بهره برده جناح اصلاح طلب در ایران، که اگر فرصتی باشه ما راجع به این صحبت بکنیم که خیلی اپوزیسیون باید هوشیارتر باشه در قبال این وضعیت در داخل ایران. ممنونم. محمد، ما پیش از این که حالا شما بیاین داشتیم در مورد اختلافایی که دیشب در کمپین قالیباف و جلیلی به وجود اومد که
اصلا تهمت هایی که به هم میزدن، حالا تهمت که نه، افشاگری هایی که از هم میکردن رو بقیه نمیکردن. یعنی اتفاقی که در 24 ساعت گذشته افتاد، در حسین ثابتی مثلا میگه کمپین قالیباف 100 میلیارد دیشب خرج کرده برای این که بگه مثلا جلیلی انصراف داده، و بعد اون یکی با اون یکی میگه نه خیر شما مثلا به آیت الله فلانی پول دادی. اصلا یک اتفاق عجیب غریب. میخوام حالا یه چند روز بیام عقب‌تر که این تحلیل رو از تو بشنویم. این اختلاف بین کسانی که معروف به مدعاهای حکومتی هم هستن خیلی جدی شد. یعنی اون کسایی که یه زمانی میگفتن بدون هیچ دلیلی رأی میدیم به جلیلی، اومدن حالا این دفعه گفتن نه ما هندونه به شرط چاقو داریم آقای قالیباف. اصطلاحات خودشون رو به کار بردم، عذرخواهی میکنم اگر در واقع خود در کلام شاید زشت هم باشه، ولی خب دیدیم که یه سری هم رفتن پشت آقای جلیلی دوباره. اصلا چه اتفاقی داره میفته؟ خب من یک کمی میام عقب‌تر. ما یک زمانی میگفتیم هسته سخت قدرت، به این معنی که یک کلیتی رو میدیدیم، میگفتیم که این یک دست هست، یک پارچه عمل میکنه و همشون هم با هم. الان میتونم بگم که اصلا ما هسته سخت قدرت نداریم. یعنی یک آشفتگی کامل در اصولگرایان و تمام حامیان در واقع خامنه‌ای رخ داده که یک پنجره‌ای برای ما باز میکنه برای روز بعد از مرگ رهبری. یعنی میتونید دقیقاً ببینید که چه تشتت عجیبی پیش خواهد اومد و هیچ کسی حرف آخر رو نخواهد زد و کسی هم کسی رو قبول نداره. دقت کردین وقتی 80 نفر اومدن ثبت نام کردن در انتخابات ریاست جمهوری و بیشترشون هم اصولگراها بودن، حتی اونهایی که 5 نفر آدم بودن نتونستن با هم دیگه یک جماعتی تشکیل بدن، بگن آقا تو یه نفر میتونی نماینده ما باشی، ما 5 نفر باشیم. از خود دولت 5 نفر اومدن که رئیس جمهور بشن جای جلیلی، جای رئیسی. از اون بدتر شما نگاه بکنید که بین قالیباف و جلیلی چه جنگ عجیبی در گرفته، و این جنگ عجیبیه. یعنی میشه در موردش پایان‌نامه نوشت. واقعا قالیباف نماینده چی هست و چه شعاری داره؟ حرفش کارآمدیه. مفهوم مخالفش اینه که تا به الان هیچ کارآمدی در کار نبوده. اون طرف جلیلی داره نمایندگی چه چیزی رو میکنه؟ بحث اون ایدئولوژی مندرس نظام هست که اتفاقا این قالیباف‌ها به اون هم نمیتونن چنگ بزنن، میگن این ایدئولوژی هم قبول ندارن. بعد طرفدارهاشون که مجموعی از فرماندهان سپاهن، مداهانن و آزن، اینها رو بخوایم بررسی بکنیم به جاهای جالبی میرسیم. در رایفی پور یه توییتی زده بود، گفته بود قدسی و فضایی هم شدن طرفدار قالیباف. منظورش فرمانده سپاه قدس قانی و فرمانده هوافضای سپاه بود. یعنی ببینید تا کجاها این اختلافات عجیب توی نیروهای نظامی اینها ها. ببین جای دیگه نیروهای نظامی اینجوری دخالت نمی‌کنن در انتخابات. اجازه به قول خودشون قرار در قانون اساسی هم اومده که اجازه. آره اجازه هم ندارن. ببینید چه دعوایی توی نیروهای نظامیه، بعد اینا میخوان چجوری با هم دیگه به توافق برسن برای دفاع از جمهوری اسلامی حالا یک زمانی. از طرف دیگه وعاظی که اومدن، وعاظ و مدعاهایی که از این دو دسته دفاع کردن جالبه. محمود کریمی، علیرضا پناهیان، مجید بنی فاطمه، محمد طاهری که این الان انجمن صنفی و مدعاهان رئیسش اینه، اینها از قالیباف دفاع کردن. از اون طرف منصور عرضی که چهره شاخصی هستش توی مدعاها، و حجت الاسلام قاسمیان و راجی و یزدان پناه و اینها از جلیلی. نکته‌ای که این وسط وجود داره اینه که این آدمای محمود کریمی و پناهیان و اینها سلبریتی های جماعت وعاظ و مدعاهان هستن، کسایی که تونستن با اون بدنه حزب الله یک رابطه خیلی صمیمانه برقرار کنن و اینها آدمای بیشتری دور و برشون هستن. به نوعی بهره مندیشون از مواهب شهرت و ثروت و اینها خیلی به دلشون نشسته. حالا برام بحث کارآمدی میکنن. منصور عرضی و اینها کسایی هستن که بعد بهشون بگن آقا مربی دیگه تو دولت گذشته. دقت میفرمایید؟ این وسط خودشون نمیفهمن چه اتفاقی داره میفته، دارن هضم میشن در شعارهای جامعه. یعنی تو وقتی اون ایدئولوژی جلیلی رو داری کنار میذاری، دیگه وقتی با کارآمدی میای وسط، حرف بر سر این میشه که شما کارآمدیت رو باید نشون بدی، فردا گندش در میاد. یعنی خودتو در معرض چیزی گذاشتی که سالها از دور بودی و نمیخواستی.
علی حسین، این بحثی که الان محمد داره مطرح میکنه اتفاقا نکته خیلی جالبی بود. در کل کمپین ها همه اومدن گفتن که ما میخواییم که ادامه دهنده راه دکتر شهید سید رئیسی باشیم، ولی هرچه گفتن یعنی این که وضعیت این مملکت انقدر فاجعه بار است که فقط من هم میتونم نجاتش بدم. خب اگه قراره که ادامه دهنده راه او باشیم که خب همین ادامه دهنده یعنی خرابی ایران. حالا بماند که ما هیچ ادعایی نداریم که اینها میتونن بیان معجزه بکنن، ولی این کمپین ها و این گفتگوهایی که توی این در واقع دو سه هفته گذشته شدیدیم چی به ما نشون میده از وضعیت ایران؟ اتفاقا شما باید واقعیت اینه که بخش عمده مشکلاتی که این نهاد ریاست جمهوری باش مواجه هست این عدم تناسب اختیار و مسئولیته، یعنی که این اختیاراتش بسیار کم هست. بخش مهم اختیاراتی که باید یک رئیس جمهور داشته باشه در اون نهادهای انتصابی زیر نظر رهبر هست، مداخله میکنن، همین اختیارات حقیرش رو هم نمیذارن انجام بده. در حد یه معاون وزیر هم حتی علی خامنه‌ای مداخله میکنه، معاون وزیر هم نمیذاره که این دفعه که قبل از اصلا تمام معرفی برای بعدی تعیین تکلیف کرد که وزیراتون باید این شکلی باشه، یعنی حتی دیگه کار به اونجا هم نکشید. کسی که میخواد بگه که آقا من شرایطو بهتر میکنم باید بیاد بگه که آقا من چجوری میتونم جلوی اون نهادها بایستم، که هیچ کدومشون چنین چیزی ادعا نمیکنن. حتی این شعاری که پزشکیان میده که ما جلوی بدتر شدن اوضاع رو میگیریم، خب اوضاع داره از همینجا بدتر میشه. شما مثلا تو وزارت کشاورزی فلان وام میخوای بدی و ندی، که مسئله اون که نیست، که مسئله اختیاراتی هست که الان رهبری برای خودش برداشته، مداخله‌ای هست که سپاه میکنه، کارزاری که میخواد بیاد رأی بگیره اقلا در مقام نظر باید بگه آقا من انقدر از این نهاد اعاده حیثیت میکنم، انقدر مستقلم، قویم. هیچ کدومش همچین ادعایی نمیکنن. از این منظر هیچ فرقی نمیکنه. یه جوری اون کسانی که تو جبهه اصولگرا هستن خودشون رو متصل به رانت حکومت میدونن، حس میکنن که نیازی ندارن که وعده خاصی بدن، به خاطر که پایگاه اجتماعی که مال نظام هست، که حالا بخشش ایدئولوژیکه بخشش هم متصل به رانت هست، در نهایت همون دارن انتخاب میکنه. اونا سعی میکنن که خودشون رو در تراز اون رأس نظام قرار بدن، یعنی که اگر کسی الان طرفدار جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هست، دنبال این بره که علی خامنه‌ای مطلوبش چی هست. قالیباف و جلیلی رقابتشون اونجاست. از اون منظر بخوای نگاه بکنی واقعا تراز علی خامنه‌ای قالیبافه، هرچند که ممکنه ایدئولوژیش به جلیلی نزدیک باشه. قالیباف میتونه تو مذاکره با غرب همچنان غرب بازی بده، خب جلیلی شاید نتونه. قالیباف میتونه گستره بیشتری از جامعه رو حتی نمایندگی بکنه، جلیلی یک ایدئولوژی خیلی سفت بود. یعنی از خیلی منظر نگاه بکنی برای رأس نظام، نظام جمهوری اسلامی سپاه، قالیباف گزینه خیلی بهتری هست. و چقدر برای علی خامنه ای این مطلوب بود که بگه که آقا کسی که مطلوب من هست از دل یک انتخابات رقابتی که همه جناح‌های سیاسی در اون مشارکت کردن رأی آورده. چیزی که قالیباف از سال 84 فعلا داره تلاش میکنه برای دقیقاً چیزی که دنبالشه اینه. یعنی اگر این اتفاق رخ بده و یه مشارکت حدودا مثلا 50 چند درصدی مثلا کسی مثل قالیباف یا حتی جلیلی انتخاب بشه، دیگه کسی مثل علی خامنه‌ای میگن بر بوی پسته آمد و بر شکر افتاد، دیگه دقیقاً همون چیزی است که دنبالش میگرده. حالا خانم خضری‌داری، الان تمام ارزیابی‌هایی که می‌بینم اینا کسایی هستند که در واقع کمپین‌های هر دو طرفن، یعنی هم نزدیک پزشکان هم به دو نفر جدید، می‌دون مشارکتی در کار نیست. اتفاقا شاید سقف دور پیش رو هم حتی نتونه تعمیم بکنه. این صحنه‌گردانیه پس چی شد؟ من فکر میکنم که صحنه‌گردانی خیلی متمرکز بود بر استفاده از احساس استیصال مردم. اصلا حضور دوباره اصلاح طلبان هم به نوعی میتونه دنباله این باشه، برای اینکه احساس استیصال هم واقعیه، وجود داره و مهمه، خودش نقش داره، اثرگذار در تصمیم شهروندان و قابل درکم هست. یک پروپاگاندایی رو من فکر میکنم که حکومت تونسته بفروشه به بخشی از مردم، و اون اینکه ما که داخل ایران زندگی میکنیم، یعنی رو این خیلی تاکید کردن، میشنوید توی استدلال های کسانی که تبلیغ میکنن برای رأی دادن به پزشکیان هم و مخالف وضعیت موجود هم هستن، خیلی از کسانی که در زن زندگی آزادی هم معترض بودن،
ممکنه اینو گاهی اوقات بشنوید گوشه و کنار صحبتشون که ما در داخل ایران زندگی میکنیم و مهمه که رأی بدیم، حالا به پزشکیان، حتی با زخمی که هنوز خونابه چکانه، حتی به گروهی که امتحانشو پس داده و میدونیم که قابل اعتماد نیست، برای اینکه درصدی زندگی من از فردا صبح که از خواب بیدار میشم بهتر بشه، به قول آیت الله خمینی همون دلخوش به همین مقدار. این رو حکومت روش حساب کرده. چرا؟ چون دیده که به طور تاریخی جواب داده در جامعه ما. ما یه جامعه هستیم طبق طبق ناکامی پشت سرمونه، یعنی یه جامعه محزونی هستیم، اگرچه که به هر حال در زن زندگی آزادی مردم با یک نشاط آزادی خواهانه آمدن به خیابان، اگر نگیم همه برای آزادی فریاد کشیدن، دست کم برای زندگی آزاد فریاد کشیدن و خواستار این شدن که بتونن آزادانه انسان ایرانی خودش باشه، انسان ایرانی شبیه خودش باشه، نه شبیه سید علی خامنه ای. اگرچه که این وجود داره، اما این جامعه مغمومه، چون که به هر حال پشت سرش شکست ها و ناکامی های بسیاری هست. در طول همین تاریخ معاصرمون نگاه کنیم، یک بخشش هم زیر سر همین اصلاح طلبانه. من فکر میکنم اون صحنه گردانی که میگین روی این احساس استیصال سعی کرده که حساب بکنه و کار بکنه. حالا اشاره کردین که همه گفتن ما نمیخوایم راه پور راه رئیسی رو ادامه بدیم. پور محمدی تنها کسی بود که گفت رئیسی اگه زنده بود خودش هم راه خودش رو ادامه نمیداد. میخوام بگم که این که به مردم بگن جلوی بدتر شدن اوضاع رو میگیریم، در واقع اون نگاهی است که میگه که اوضاع بد رو بپذیر. اما مردم در زن زندگی آزادی اینو خواستن که ما شایستگیمون اوضاع بهتره، سرنوشت ملی محترمانه تره. حالا نمیدونم چقدر واقعا حساب اون صحنه گردانی روی اون احساس قابل کاملا قابل درک استیصال پاسخ بده یا نده. به نظر میرسه از سطح مشارکت ها که مردم از این عبور کردن و بیشتر به امید مجهزن، امید عبور از جمهوری اسلامی تا اون استیصال. ممنونم محمد. فارغ از این که چه کسی از این صندوق بیرون میاد، و حالا بارها هم از کلمه کارگزار علی خامنه ای استفاده کردیم برای جای رئیس جمهور، در مورد اصلاح طلبان خیلی حرف زدیم، نگاه کردیم که بن‌بست‌هاش چیه، و الان علی حسین اشاره کرد که در واقع خیلی ها بر این باورن قالیباف میشه مطلوب علی خامنه ای، اما شاید در دلش دوست داشت سعید جلیلی اون مطلوبه بشه، اما مطلوب مقبولش بشه قالیباف. یه نگاهی بکنیم به این اردوگاه، در واقع چه قالیباف چه جلیلی، از دید تو هر کدوم اینها چه مسیری رو میخوان برن؟ من اول کمی در مورد تحریمی های اصولگرا صحبت کنم. کسانی که در اصولگرایان هستند و تحریم کردن به نوعی، اینا کیان؟ مثلا شما نگاه کنید مسیح مهاجری، این یک جوری نمایندگی داره میکنه الان روحانیت سنتی شیعه رو. در روزنامه‌اش اومد تکذیب کرد هر گونه حمایت از هر کاندیدی رو، و به دیگر روحانیان هم هشدار داد که از هیچ کاندیدی حمایت نکنید. چرا؟ چون شما روحانی هستین و روحانی نباید وارد بازی‌های سیاسی و دسته‌بندی‌های سیاسی بشه. از اون طرف نگاه می‌کنیم اصلاً هیچ صدا و ندایی از لاریجانی، ناطق نوری و اینها در میاد. تازه لاریجانی که رد صلاحیت هم شد، هیچ گونه حمایتی هم کسی نکرده. یا همین وحید حقانی رو شما نگاه بکنید، این نه جلیلی رو قبول داره نه قالیباف قبول داره، میگم تکذیب کرد. بعد یه نکته عجیبی که هستش، اون بی اخلاقی عظیمی که در بین اصولگراها در جریان، اینها رأی مردم رو قبول ندارن، از طرفی بسیار بلاهای بسیاری بر سر دیگران آوردن، دروغ گفتن، تهمت زدن، همون کارا رو با خودشون هم کردن، با خودشون هم این کار رو انجام دادن. یعنی یک کدوم از نظرسنجی هایی که بین خودشون انجام شد رو قبول نداشته. از طرف دیگه پشت سر هم به دروغ گفتن، فلانی انصراف داده، فلانی انصراف نداده، تمام این کارها رو هم خودشون انجام دادن. من فکر میکنم که اتفاقا اون حالا سوال شما که فرمودین جلیلی و قالیباف چه راهی خواهند رفت، خامنه ای بین این دو نفر واقعا مونده بود و نمیتونست تصمیم بگیره که به کدومشون بگه بره کنار. اصلا چنین حرفی به اینها نزده. دلیلش هم اینه که اینا هوادارانی دارن که اگه بخواد به یکیشون بگه بره کنار، این هوادارها هم با اونها کنار خواهند رفت و جزو گرفتاری‌های خامنه‌ای میشن. برای همین این رو سپرده به رأی هواداراشون. یعنی یک جورهای یه انتخابات درستی داره انجام میشه بین قالیباف و
جلیلی که اینو خود در اون گروهی آره به خاطر اینکه محدودیت‌های خود خامنه‌ای ترس از این هوادارها باعث شده که بسپره به خودشون که بتونن یه نفرشون رو بالاخره قبول بکنن و هر کدوم من بعید نمیدونم چند روز دیگه به جلیلی اگر رأی نیاورد یا قالیباف رأی نیاورد بگن تقلب شده یعنی اصلا عجیب نیست چنین چیزی ولی با توجه به اتفاقاتی که دیشب افتاد و این اتهامایی که به هم زدن به قول شما بعید نیستش که رأی نیاوردنشون رو به گردن تقلب بندازد بماند که حالا اون تقلبی که اونها میگن و تقلبی که بله. اتفاق افتاد چند ممنونم از هر سه شما امیدوارم فرصت بشه ما از هم با هم دیگه صحبت بکنیم اما اجازه بدید همراه بشم با حامد شیبانی راد دبیر نخست حزب ایران نوین از پاریس آقای شیبانی راد خیلی خوش آمدید بشنویم ارزیابی شما رو از آنچه که ما حالا الان در موردش صحبت کردیم اسمش گذاشتیم صحنه گردانی اما حداقل ارزیابی هایی که از رسانه های اجتماعی از کمپین های خود این چهار نفر داریم نشون میده که در واقع بخش زیادی از مردم همچنان بر عهد خودشون پایبند بودن و در این به اصطلاح انتخابات شرکت نکردن ارزیابی شما چیست؟ خیلی ممنون اجازه بدید جناب بهرنگ من صحبتم با یک انتقاد از خیلی از عزیزانی که این مدت از تحریم انتخابات صحبت کردن شروع کنم وقتی شما از کلمه تحریم استفاده میکنید ضمنی یعنی اینکه مردم اون حکومت رو مشروع میدونن و دارن یک نافرمانی مدنی میکنن تحریم میکنن که یک پیام برسونن مردم ایران بارها و بارها در این سالها نشون دادن که جمهوری اسلامی عبور کردن گذر کردن و در راه سرنگونی جمهوری اسلامی وارد میدان جنگ شدن وقتی ما رو کلمه تحریم استفاده میکنیم رشادت های مردم داریم تقلیل میدیم به یک نافرمانی مدنی پس اجازه بدیم که ما این رو به ما یک اکت مبارزاتی در راه مبارزه که مردم ایران حداقل از آبان 95 شروع کردن حساب بکنیم و از واژه‌های مثل تحریم استفاده نکنیم حالا اگه برگردیم به این موضوع به این با این نگاه با این دید نگاه بکنیم به جریان من فکر می‌کنم که باز تحلیل کردن این مسائل از مردم یک گام عقب‌تر هستیم مردمی که قاطبه مردم در این انتخابات و این سیرک انتخابات شرکت نکردن دنبال راه حل دیگه اگر ما بیایم دلیلی که خودشون بهتر از ما میدونستن که چرا شرکت نکردن باز تحلیل بکنیم به گمان من داریم چیزی رو به اونها میگیم که از پیش میدونستن و برای همین شرکت نکردن برای همین اجازه بدید که من از این فرصت استفاده بکنم بگم که این مردم چگونه میتونن عبور بکنن از این جمهوری اسلامی چون سوال اصلی اینه سوال نیستش که جمهوری اسلامی نه دلیل سوال نیستش چرایی نه به جمهوری اسلامی بلکه سوال چرایی چگونگی سرنگونی جمهوری اسلامی است ما اگه نگاه بکنیم به سطح دنیا در کشورهای غیر از مرزهای جغرافیایی ایران کمپین های شرمساری که ایرانی های خارج از کشور را انداختن در جلوی سفارت در جلوی اون حوزه های رای گیری که تو همه شهرهای دنیا تقریبا بود از نیوزلند اولین کشور شروع شد تا به امریکا ادامه پیدا کرد این نشون میده که مردمی که در خارج زندگی میکنن مردمی هستن که دغدغه هموطنان درون رو ندارن پاسپورت اون کشور احتمالاً تو جیبشون هستش مشکل نان ندارن شغل دارن زندگیشون مرفه تر هستش نسبت به درون ایران حداقل بخش بسیار قابل توجه شد وقتی که اینها میرن و در این کمپین شرمساری شرکت میکنن در یک روز کاری نشون میده که اینها امید دارن فقط ناامیدی نیست امید دارن به سرنگونی جمهوری اسلامی چه کسی ناامید باشه خب به صورت افسرده در منزل میشینه حالا تصور بکنید که در درون کشور مردمی که زیر ستم جمهوری اسلامی هستن این حس چند برابر هستش اینجاست که من میگم که ما اگه بخوایم صحبت بکنیم و وقتی صرف بکنیم برای مردم بهتر از این روش صحبت بکنم که چگونه میشه جمهوری اسلامی سرنگون کرد. یک اکتش شاید همین بوده. به هر حال من همیشه فکر میکردم که اگه دقت کرده باشه حزب نوین هم هیچ وقتی در تمام مدت مردم رو تشویق رأی ندادن نکرد. چون پیش‌فرض این بود که مردم شرکت نخواهند کرد. بلکه همیشه تأکید کرد کسانی که رأی میدن کسانی هستن که در کنار جمهوری اسلامی هستن و ما باید اونها رو دشمن خودمون بدونیم. مهم نیست که چه اتیکت و لیبلی روی خودش رو گذاشتن. بذارید من برگردم به یک تحلیل دیگه که ما درون حزب نوین داشتیم. ما از همه همراهامون در سراسر کشور خواسته بودیم که در امروز از حوزه‌های رأی‌گیری به ما یه سری اطلاعات بدن عکس و تصویر بفرستن که برداشت داشته باشیم از کسانی که شرکت میکنن در انتخابات به عنوان مثال در یکی از شهرهای بزرگ استان لرستان یکی از همراهان ما دو ساعت از ساعت 6 بعد از ظهر دو ساعت در حال چرخیدن بودش که ببینه که آیا در حوزه انتخاباتی پیدا میشه که یک نفر شرکت بکنه و دقیق از یک نفر که بخواد شرکت بکنه و در مقایسه که با انتخابات چند ماه پیش داشتش ایشون و اعتقاد داشت که به عنوان مثلا در اون شهر
حدود 30% انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرده بودن، برآورد خودشونه که زیر 10% هست. از شهر دیگه که به عنوان مثال برای ما مثال زدن، شهر قوچان، شهری که همه میدونن شهر مذهبی هستش، ایشون هم میگفتش که اصلا من کسی نمیبینم که بخوام ازش تاثیر رو ببینم که چقدر شرکت کردن در این انتخابات. همه اینها نشون میده که درصد مشارکت مردم، اگر اسمشون رو بتونیم بذاریم مردم، در این سیرک انتخابات زیر 10% بوده، بسیار کمتر از 10%. و مشکل اینجاست که اون احساس مسئولیتی که ماها نمی کنیم، خیلی از ماها نمی کنیم، این که ما از پیش قبل از این که تلاش بکنیم که حداقل پشت سر مردم نباشیم، سعی می کنیم گمانه زنی هایی بکنیم، بعضی ها ممکنه نیست نظرسنجی هایی راه بندازن که هیچ پایه علمی نداره، هیچ بنیاد صحیحی نداره، به شدت مورد انتقاد هستش، به شدت میشه بهشون حمله کرد، حتی از چند بار رأی دادن جلوگیری نمیکنه، جلوی حمله های گله ای رو نمیتونه بگیره، دچار مشکل نتورک افکت هستش و و و و و میاد مثلا آقای شهبانی را میخوان. بله در اتفاقا 35% الان صحبتم تمام میکنم، 35% در انتخابات شرکت میکنه و همه اینها نشون میده که ما اگر من صحبتم الان تمام میکنم، اگر میخوایم که واقعا از فضای آزادی که زندگی میکنیم استفاده بکنیم برای مردم، اینه که پشت سر مردم حرکت نکنیم. مردم ایران سالهاست نشون دادن، حداقل از بعد از آبان 98، اگه قبلترش نباشه که بنت گمان از آبان 95 شروع، نشون دادن که از جمهوری اسلامی عبور کردن. و ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که از این داده‌هایی که به دستمون میرسه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و کمک به مردم استفاده بکنیم، و نه اینکه بخوایم اطلاعات غلط بهشون در اصل مسئولیت همه ما مهم است، خصوصا رسانه‌ها. من تکرار بکنم و صحبتام تمام کنم جناب بهرنگ عزیز، من فکر می‌کنم که ارزیابی که ما می‌تونیم داشته باشیم نه از سیرک انتخابات هستن که خامنه‌ای چه می‌خواد، چون به اعتقاد من دلیل این که خامنه‌ای اجازه داد این سری تعداد بیشتری شرکت بکنن، نزدیک به هم باشن، رقابت به اصطلاح نزدیک بشه، به دلیل این هستش که نمی‌خواست اون سرمایه‌گذاری که روی رئیسی کرده بود و تلاش کرده اون رو یک فرد محبوب برای ارزشی‌ها و طرفدارای خودش نشون بده این بار تکرار بکنه. دقیقاً آقای شهبانی را اجازه بدید من میخوام یه سوالی را از شما بپرسم، این خیلی شاید ادامه بحث خودتون هم باشه، ادامه حرف خودتون باشه. ما الان در واقع سه انتخاباتی که در ساختار جمهوری اسلامی برگزار شد به شکل‌های مختلف و میزان مشارکت در اون به زیر 50% اومد، در انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران رسمی 7% شرکت کردن. حالا من اصلا به تعبیری که شما دارین میگید، ما اصلا نمیخوایم وارد ارزیابی هایی که باید خودمون داشته باشیم بشیم، میخوام رسمی شو اصلا با هم صحبت کنم، چیزی که وزارت کشور جمهوری اسلامی اشاره میکنه. اما میخوام برگردم یک طرف دیگه. حالا ما یه دستاوردی داریم، به نظر شما مخالفان جمهوری اسلامی از این دستاوردها در سالهای گذشته تونستن به درستی استفاده بکنن؟ و اگر نه چه کار باید بکنن؟ حالا الان این امروز تمام شد، شنبه صبح مخالفان جمهوری اسلامی دستاوردی که دارن رو باید به کدوم سمت ببرن؟ جناب بهرنگ، این سوالی هستش که خیلی وقت مطرح میشه، ولی به نظر من نوع مطرح کردن سوال مهم هستش. ببینید، شما برای اینکه یه حکومت مستقر رو سرنگون بکنید، اولین قدم اینه که نامشروع بودن اون رو نشون بدین به مردم. این نامشروع بودن حکومت رو، همونجور که تو صحبت‌های قبلی هم گفتم، سال هاست که مردم میدونن، سال هاست که جمهوری اسلامی عبور کردن. این مرحله اول. اگه ما همچنان راجع به اون موضوع صحبت بکنیم، یعنی که از مردم داخل ایران عقب‌تر هست. بعد از اینکه اون حکومت نامشروع اعلام شد در درون کشور، ما باید اون نامشروعیت رو در سطح بین‌المللی انجام بدیم، چون به هر حال می‌دونیم که جمهوری اسلامی زمانی که مردم رو از دست داده دید، شروع کرد به پیدا کردن راه حل‌ها و بحران‌های بیرون از مرزها که بتونه اونجا کشورهای غربی رو، افکار عمومی غربی رو از همراهی به مردم ایران باز بداره. دلیلش هم این نیستش که اگر غرب با مردم ایران همراه نباشه جمهوری اسلامی سرنگون نخواهد شد، دلیلش اینه که هزینه کمتر خواهد شد. ما اونجایی که شما میفرمایید که آیا نیروهای مخالف اپوزیسیون میتونه استفاده بکنه، اینجاست که آیا تونستن در لابیگری، در نشون دادن نامشروع بودن حکومت جمهوری اسلامی، حکومتی که اشغالگر هست، به جامعه غربی موثر باشن یا خیر. اینجاست که میتونه مطرح بکنین و هر کسی به نوبه خودش وظیفه خودش رو انجام بده، میتونیم مورد به مورد بررسی بکنیم که چه کسی انجام داد. و من فکر میکنم تا حدی به سیاست موفق بوده. همراهی جامعه جهانی در خیزش مهسا نشون داد که جامعه جهانی میدونه که جمهوری اسلامی یک حکومت نامشروع هست، و به خصوص که اگر همین چند روز گذشته رسانه‌های غربی رو دیده باشید، به عنوان
کنم. مثلا من پرانته که همین امروز صبح اخبار گوش می‌کردم همه‌شون اعلام می‌کردن که مردم ایران احتمالاً شرکت نخواهند کرد. این نامشروع بودن مشخص شده. اما مرحله سوم که از همه مهمتر هستش، اونجایی هستش که سوال اصلی است که حکومتی که نامشروع است، حکومتی که جامعه جهانی هم از دست داده، دست به سرکوب میزنه، دست به کشتار میزنه، دست به شکنجه میزنه. اینجاست که مشکل هست و اینجایی هستش که مردم ایران هزینه بسیاری دادن و هیچ نیروی سیاسی حاضر نیست که بیشتر از این هزینه گزافی رو برگردن مردم بندازه و خود مردم باید انتخاب بکنن. آیا ما در راه سرنگونی جمهوری اسلامی قدم برداشتیم یا خیر؟ این سوال پرسی مهمی هستش که بایستی بهش پرداخته بشه. به عنوان مثل وقتی که شاهزاده داوپهلوی از ریزش صحبت می‌کنه در نیروهای سرکوب، نه به دلیل اینکه بیان به مردم بپیوندن، بسیاری مواقع ریزش به دلیل ترس است. ترسی هست که قهر مردم گریبان اینها رو خواهد گرفت. اگر امروز ما از اصلاح طلبان صحبت می‌کنیم که جزئی از نظام هستند، عشقشون به دوران طلایی امام هستش، اما جرأت نمی‌کنن، من تکرار می‌کنم جرأت نمی‌کنن که در انتخابات سید علی خان شرکت بکنن، دلیلش ترس از مردم هستش. اینو میتونه شما شروع یک ریزش بزرگ در نظر بگیرید. اون ریزشی که ما منتظرش هستیم که سرکوب مردم کمتر بشه بایستی مورد پرسش شما باشه. من زیاد میشنم در همین پلاتوی شما و تریبون شما هم شنیدم که چند تا از تحلیلگرای شما مطرح میکنن که اپوزیسیون چه استفاده میکنه. سوال اینجاست که چه استفاده بایستی کرد و از اون استفاده های کرده است یا نه. اگر مردم ایران فردا بدونن که جمهوری اسلامی سرکوب نمیکنه، جمهوری اسلامی به پس فرد نخواهد کشید. اینو هممون میدونیم. پس نقطه مشکلی که وجود داره سرکوب و خشن جمهوری اسلامی، چگونه میشه اون رو برطرف کرد؟ یک فشار حداکثری است. همون دلیلی هستش که شاهزاده داوپهلوی و گروه های اپوزیسیونی که در اصل در این مسیر سیاسی گام برمی‌دارن، دو موضوع رو همیشه با غرب مطرح می‌کنن: فشار حداکثر بر رژیم. دلیل این هست که جمهوری اسلامی که پول داشته باشه نیروهای نیابتی می‌خره. شما انقدر جمهوری اسلامی لاغر دیدید از ایرانی که می‌بینید که در سفارتخانه‌هاشون در غرب در انگلستان عراقی هستش. همین امروز عکسای من دیدم از استرالیا که باز هم عراقی‌هایی بودن که در سفارت بودن. جمهوری اسلامی لاغر هست از ایرانی و این نبود پول و تحریمی که واجب هست که امپراتور مالی سید علی خامنه‌ای انجام بشه، دلیل هستش که نتونه نیروهای نیابتی خودش رو پروار بکنه. فشار حداکثر بر جمهوری اسلامی که امیدوارم 5 نوامبر شرایطی ایجاد بشه که ما بتونیم فشار حداکثر دوباره برگردونیم بر جمهوری اسلامی. و دوم، حمایت حداکثر از مردم ایران. این حمایت حداکثر از مردم ایران هم میتونه معنوی باشه و هم میتونه لوجستیکی باشه. اینجاست که باز نقش اپوزیسیون مهم میشه. اینجاست که شما نقش کسایی مثل شاهزاده رضا پهلوی رو پررنگ میبینید در صحبت‌هایی که با گروه‌های مختلف، با سیاسیون مختلف و با دولت مردان مختلف دارن. نه تنها شاهزاده رضا پهلوی، نه بعد ما تصور که همه چیز از عهده ایشون بایستی باشه. نیروهای سیاسی به عنوان مثال من به عنوان کسی هستم که مسئولیت در حزب ایرانی دارم. ثانیه جنبندی بکنیم خیلی ممنونتون میشم. بله خواهش میکنم. من جمعنی می هستش که اگر واقعا میخوایم از سری که انتخابات صحبت بکنیم، تلاش بکنیم که پشت سر مردم حرکت نکنیم و تلاش بکنیم که مردم چیزی که میدونن رو تکرار نکنن براشون. مردم ایران میدونن که جمهوری اسلامی عبور کردن. بالای 90% اینو یک بار دیگه برای بار چندم نشون دادن. و سوال اینجاست که ما نیروهایی که در فضای نسبتاً آزاد زندگی میکنیم چگونه میتونیم به مردم کمک بکنیم؟ و ما دو تا استراتژی بیشتر نداریم که کمک بکنیم جامعه جهانی به مردم ایران حمایت حداکثری بزنن و به جمهوری اسلامی فشار حداکثری بسونن. و این هم از هر گروه سیاسی به طور مستقل بایستی خواسته بشه. اگر حزب نوین در توانای خودشون این مسئولیت انجام بده، من به عنوان کسی که مسئولیتی دارم این کار رو میکنیم و پروژه‌ای در این زمین داریم. اما مهم اینه که مردم رو دچار دیس اینفورمیشن نکنیم و اون چیزی که پیروزی بزرگی داشتن رو تقلیل ندیم. و پیروزی مردم، بزرگی پیروزی مردم نه تنها در انتخابات که در انتخابات های گذشته هم نشون داده. و امیدوارم که اینو به عنوان حضور نیروهای ایرانی در خارج از کشور رو مردم داخل ایران ببینن که درون کشور هم همه همقدر امیدوار هستن و مشغول رایزنی هستن و مشغول کارزارهای مختلف هستن. و به محض اینکه اولین فرصت ایجاد بشه که باز هم پیشبینی ما از گزارش‌هایی که از ایران می‌گیریم در چند ماه آینده احتمالاً خواهد بود، ما موج جدیدی از اعتراضات خواهیم داشت، این بار تلاش بکنیم همه با هم که آخرین ضربه باشه که به پیکر پوسیده و پوشالی جمهوری اسلامی. ممنونم از شما حامد شیبانی را، دبیرنخست حزب ایران نوین که از پاریس ما را همراهی کردید. و ممنون از شما علی حسین غازی‌زاده، امید معماریان و حسین علیزاده که اینجا در استودیو همراه ما هستید. بریم سراغ این که حالا نزدیک به ساعت 9:30 گذشته ازش، شاید مثلا یه 2 ساعت و نیم دیگه هم این رأی‌گیری، در واقع اسمش دیگه کمتر بذاریم انتخابات، ادامه پیدا بکنه. اما نگاه کنیم که در واقع فردا صبح
توی عرصه‌های مختلف، در عرصه سیاسی، بین‌المللی و گفتگوهایی که حالا باید صورت بگیره چه تأثیری خواهد داشت. الان اشاره کرد آقای شیبانی رو به یه نوعی، الان جامعه بین‌الملل خب سه تا انتخابات رو دیده دیگه، زیر 40% گاهن. ولی آیا واقعا مشروعیت اون چیزی که مشروعیت بین‌المللی در گفتگوهای سیاسی هست در داخل و خارج از کشور از دید تو اصلا تغییر پیدا میکنه؟ یعنی از منظر اون حالا اسمش من نمیخوام بذارم مشروعیت، واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی مشروعیتش از مردم هیچ وقت نگرفته که بخواد حالا بگه که الان من مشروعیت دارم. ولی آیا فکر میکنی نتیجه این انتخابات اصلا تأثیری در گفتگوهای داخلی و بین‌المللی جمهوری اسلامی میذاره؟ ببین در حوزه خارجی من فکر کنم تکلیف خیلی روشنه برای غربی ها. شاید مثلا چند سال پیش براشون پرسش بود که فلان رئیس جمهور چه تأثیری داره. بعد از اینکه در اواخر دولت روحانی ظریف یه توافقی با غرب کرد و با بایدن کرد و نپذیرفت علی خامنه‌ای و اون توافق موند، بعد علی باقری اومد یه توافق دیگه کرد اون رو هم حتی کنار گذاشت علی خامنه‌ای بعد از اینکه جنگ اوکراین روسیه قرار گرفت، دیگه غرب فهمیده که آقا مسئول اصلی پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی علی خامنه‌ایه. یعنی شما اگه وزارت خارجه هر کسی باشه در نهایت یه مذاکره کننده هم حتی اگر انتخاب بکنن که چهره وجیه‌تری داره، متنی که در واقع تهیه میشه رو باید ببره علی خامنه‌ای امضا بکنه. حتی توافقی که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با غرب نهایی میکنه هم وقتی برمیگرده تهران با اینکه تمام پروسه مذاکرات رو با علی خامنه‌ای هماهنگ میکنند اما باز هم میذارتش کنار. یعنی الان دیگه هیچ شکی در غرب وجود نداره که از این منظر انتخابات ایران چنین تأثیر نداره. مضاف بر این که دیگه قد و اندازه آدم‌ها رو هم غربی‌ها میشناسن، اساساً پزشکیان در این حوزه اصلا ادعایی هم حتی مطرح نکرده. یعنی اگه مطرح میکردم از نظر من خنده‌دار بود، بخاطر اینکه اصلا در حد و اندازه چنین ادعایی نیست که بخواد روی مذاکرات هسته ایران برنامه داشته باشه. اساساً پزشکیان در هیچ حوزه‌ای وعده ارائه نکرده. حتی خیلی حرفایی که بهش منتسب میکنن که نمیدونم فساد ستیز هست و این حرفا، چون آدم سالمیه، اساساً پزشکان ادعا کرده که حوزه‌هایی که در عمل کرده من مثلا تأثیر دارن اونا که اختیار دارم. این اصلا حوزه قوه قضاییه است، ربطی نداره. ازش اندون سیاسی بگو من ربطی نداره، از حجاب پرسیدن گفتم به من ربطی نداره. این اساسا در هیچ حوزه وعده ارائه نکرده. این شعاری که سعی کردن که حالا برخی از نیروهای اصلاح طلب بفروشند که اگر پزشکیان بیاد هیچ چیزی بهتر نخواهد شد، که واقعا فکر کنم این خنده‌دارترین شعاریه که یک کمپین انتخاباتی در تاریخ انتخاب کرده. یعنی اوج ذلت و حقارت یه مجموعه رو میرسونه. شما بعد از اصلاح طلبها بعد 15 سال از 88 به بعد کاندیدای اختصاصی معرفی کردن، شعارشون اینه که این هیچ تغییری نمیتونه ایجاد کنه، بعد میگن که شاید بدتر نکنه. بعد من به کرات از اعضای ارشد اینها در حوزه حال گفتگوهایی که ایمیلی داشتیم باهاشون به خیلیاشون پرسیدم، بعد آقا شما به عنوان کسی که داری اینو تبلیغ میکنی، دو تا فرق اساسی که میتونه ایجاد بکنه آقای پزشکی با دولت رئیسی برام بگید. یک حوزه بگید که آقا این در این حوزه دولت رئیسی فلان کار رو کرد که اختیار خودش بود عمل کرد، پزشکی اینو عوض میکنه. حتی یک مورد بیان نکردن که چه تغییر معناداری پزشکیان با دولت رئیسی خواهد داشت. این که حالا در مقابل سپاه چه کار میکنه و در مقابل بیت خامنه‌ای چه کار میکنه که اصلا انتظارات غیر ممکنه. ولی حتی از همین حیث که میگن که بدتر نخواهد شد، یک وعده مشخص رو میگن نداشت. این که از نظر من نه در حوزه داخلی نه در حوزه خارجی هیچ تغییری در واقع احساس نمیشه، انجام نخواهد شد. و من اساسا من قبول دارم این حرف دوستمون رو که گفته که بله من مردم استیصال دارم، ممکنه من رأی بدن. من خانم حیدریم گفتم مردم وقتی مستاصلن محزونن، وقتی که سرخورده شدن از یک حرکتی، ممکنه که به هر حال یه راه دیگه رو امتحان کنن، اصلا حرجی مردم نیست. ولی اساسا این که تمام اون نیروهایی که میخوان رأی ستانی بکنن برای آقای پزشکیان، من ازشون یک پرسش خیلی جدی دارم: فردا کدوم وعده ایشون میخوایم پیگیری بکنیم که بگید یا تو درست عمل میکنی یا نه؟ یعنی اساسا هیچ وعده‌ای روی میز نذاشتن و هیچ تغییری هم وقتی وعده روی میز نیست به نظر من انتظار نمیره که ایجاد بشه. ممنونم. آیه بنباریان، میدونم که شما تا دیر وقت بیدار بودید، داشتید مناظره بایدن و ترامپ رو هم پیگیری میکردید. دیروز یه شوخی کردم به قول بچه‌ها، یه مناظره حداقل دیدیم ما تو این چند روز. آنچه که توی این چند هفته دیدیم که مناظره نبود، هیچ که یه برنامه درست حداقل ارائه نکرد. ولی خب جدا از تمام این مزاحی که داشتیم، میدونیم که انتخابات
به آمریکا تاثیر مستقیمی روی تمام شؤونات ایران خواهد گذاشت، از سیاست داخلیش، از سیاست خارجیش، از اقتصادش. ارجابیتون چه هست؟ آیا میتونن این آدم ها، این سه نفر در واقع هر کدومشون به عنوان کارگزار علی خامنه ای تغییری در مناسبات ایجاد بکنن یا نه حتی شاید به یک نحو دیگری؟ حالا میگم تغییر مثبت میتونن و تغییر منفی، آیا اصلا در قد و اندازه این حرف هستن؟ ببینید، صرف نظر از این که چه کسی در ایالات متحده رئیس جمهور بشه، چه آقای بایدن، چه آقای ترامپ یا چه هر کسی دیگه، به توجه که حالا بحث مطرح شده که ممکن هستش که حزب دموکرات در آمریکا تا قبل از گرد همایی بزرگ دموکرات‌ها فرد دیگری معرفی کنه به جای آقای بایدن، این هم یه احتمالی هست. ولی صرف نظر از این که چه کسی در ایالات متحده رئیس جمهور بشه، ایالات متحده مشکل داره با ایران در چند حوزه بسیار حیاتی و در طی سال‌های گذشته مشکلش بسیار جدی شده و فکر می‌کنن که باید که یک سر و سامونی به این به هر حال مسائلی که مرتبط با ایران هست بدن، حالا چه آقای بایدن بشه چه آقای ترامپ یا کسی دیگه. از جمله برنامه هسته ایران که به هر حال یک نگرانی بزرگ هست، نه فقط به خاطر اینکه ایران هست، به خاطر اینکه در حوزه امنیت بین الملل اگر قرار باشه که یک کشوری مثل ایران بیاد رژیم منع تکثیر سلاح اتمی رو بشکونه و در واقع بره به سمتی که بخواد که غنی سازی 90% بکنه یا بره به سمت سلاح اتمی، اون موقع دیگه تو منطقه و دنیا سنگ روی سنگ بند نمیشه. برای همین هست که در طی سالهای گذشته ما دیدیم که از جمهوری اسلامی یک درس عبرت ساختن برای تمام کشورهای جهان. شما ببینید در طی دو دهه گذشته کدوم کشور هستش که مثل جمهوری اسلامی حاضر شده باشه که بره به سمت یک برنامه غنی‌سازی پرهزینه و این همه تحریم بشه، این همه اقتصاد کشورش، فرهنگ کشورش، روابط سیاسیش تحت تاثیر قرار بده. بنابراین از ایران یک صرف نظر از اینکه چه کسی حکومت کرد اون جمهوری اسلامی هست، یک درس عبرت ساختن و دارن هزینه رو بهش تحمیل میکنن. چه حالا بایدن باشه یه خورده مثلا شل بکنه این فشار تحریم و چه با آقای ترامپ باشه که خودش سفتر بگه، ولی در نهایت تحریم ها وجود داره. مسئله ایران و نیروهای نیابتیش که به هر حال داره در اشکال مختلف مزاحمت ایجاد میکنه، موضوع اسرائیل مسئله دیگه هست و مسئله مرتبط برای من این مسئله دیگه که باشون مواجه هست. بنابراین الان ما توی شرایطی هستیم که ایالات متحده با مسئله اوکراین داره دست و پنجه نرم میکنه، در شرایطی هستیم که به هر حال رقابتش با چین در یک جای حساسی هستش، به هر حال چین با تایوان مشکل داره و به هر حال مسئله اسرائیل داریم، جنگ در غزه رو داریم. بنابراین دستشون پر هست با بحران‌های بین‌المللی متعددی که باید که باهاش یعنی بعد اولویت بندی کنن که کدوم اولویت داره و وقتی که اینها رو بهش سر و سامونی بدن قطعا ایران در اون لیستی خواهد بود که به هر حال بعد باش مواجه بشن. حالا آیا رئیسی یا آیا جلیلی یا قالیباف یا پزشکیان بشه برای غرب فرق میکنه؟ برای غرب هیچ فرقی نمیکنه، چون اونها میدونن که در طی چند دهه گذشته تنها کسی که در حوزه سیاست خارجه حرف اولو میزده خامنه ای بوده و خامنه ای همون در سیاست ادامه پیدا خواهد کرد و جمهوری اسلامی بر اساس به هر حال ملاحظاتی که در به حیات عموماتش بستگی داره ممکن است که تصمیمایی بگیر که بعضی موقع مثلا شیر اون نرمش قهرمانه رو مثلا خود به هر حال باز بکنن که آقای خامنه ای از اون شراب چی میگن از اون جام زهر بنوشه جامعه. یه موقع هم این کارو نکنه، ولی میدونن که به هر حال این انتخابات تاثیر نداره. اون چیزی که اونا میدونن این هست، براشون مسجل هست که در داخل ایران حکومت جمهوری اسلامی برخلاف برخی از دورهایی که مثلا برخلاف متفاوت بوده از یک بحران مشروعیت بسیار مزمن رنج میبره، گروه های مختلف اجتماعی ازش فاصله گرفتن و یک کسر روزافزونی از مردم ترجیح میدن که یک حکومت دیگه باشه و نمیخوان که به هر حال خودشون رو پیوند بزنن با جمهوری اسلامی. اینو براشون قطعا یک واقعیت هست و باید دید که به هر حال با توجه به این که یعنی چه کسی نام چه کسی از صندوق بیاد بیرون به هر حال اون فرد چه سیاستی در قبال غرب پیش خواهد گرفت. ولی واقعا همونطور که آقای قاضی گفتن واقعا اینکه تغییر محسوسی بخواد ایجاد بشه با توجه به اینکه سیاست کل نظام در این حوزه مشخص است به نظر من خیلی دور از واقعیت هست. ممنونم. به آقای علیزاده، یک زمانی رهبران این کشور آرزو داشتند که ایران الگوی منطقه و جهان بشه، ژاپن اسلامی به شوخی حالا الان میگن کره شمالی اسلامی شده.
میخوام یک بخشی از صحبت آقای معماریان رو هم به عاریت بگیرم. در واقع ایران الان یک نمونه است در روابط بین الملل، مسابقه گذاشته با روسیه در اینکه کدومشون تحریم‌های بیشتری شدن. یعنی ما داریم در مورد چیزی حرف میزنیم که میگم شاید به کنایه و مزاح میگیم، ولی زندگی مردم ایرانه. زندگی مردم ایران رو هر روز داره بدتر و بدتر میکنه. در مورد غزه صحبت کردید، اما بذارید من برگردونمش به همین مذاکرات هستی و همین صحبتی که الان داشتیم. یعنی برجوی شما چیز، آیا اساسا امکان تغییر وجود داره؟ امکان اینکه یک معجزه ای صورت بگیره؟ من مطلقا نه. ببینید همون موقعی که آقای ظریف به حال اظهاراتی رو میکرد و آقای خامنه‌ای به شدت بهش حمله کرد، در صحبت علنی گفتش که سیاست خارجه رو نظام، با اشاره به خود نظام، تعیین میکنه، شما کارگزارش هستید. ببینید من در بخش قبلی گفتم واژگان رهبر جمهوری اسلامی کدگذاری شده است، بایستی دیکودش بکنیم، باید کشفش کنیم این چی رو منظور میکنه. در یک دیداری با جمعی از مقامات وزارت خارجه، سفرا بودن، مدیران کل بودن، اینها این جمله رو گفته بود، به یادتون هست، گفته بود که شما دیپلمات هستید، برید کار دیپلماتیتون کنید، من انقلابی هستم. این خیلی معنا توش خوابیده که شما نیروهای دیپلماتیک خودتون رو بگید کار دیپلماتیک بکنید. اگه من بخوام ترجمهش کنم، یعنی حالا برید فریب بدید، اما من کارم انقلابیه. حالا انقلاب علیه چی؟ همه این پرسش رو از خودتون بکنید. خب اگه نظامی رو می‌خواستید سرنگون کنید که کردید سال 57، انقلاب علیه چی؟ ببینید من این رو توی یه تحلیل آکادمیک بحثش کردم، منتشرش هم کردم، گفتم ببین وقتی اون میگه من انقلابی هستم، انقلاب علیه دو چیز هستش. یک، انقلاب از علیه نظامی که امریکا در اینجا دست بالا رو داره، باعث با امریکا بجنگه. نکته دوم، چون خودش رو رهبر امت اسلام میدونه و امت اسلام هم یک واحد یک پارچه بدون مرز هستش، پس بنابراین انقلاب علیه نظام وستفالی، یعنی نظام نیشن استیت که در اونجا نیشن استیت ها دولت های ملی شکل گرفتن بر اساس مرزهای مشخص. او اعتقاد به مرزهای مشخص نداره، او برای ایدئولوژی برای خودش مرز نداره. ببینید در این نگاه اگه شما ببینید، او در واقع مثل دون کیشوت به جنگ یک نظام کنونی که برآمده از جنگ جهانی دوم است با 60 میلیون کشته این نظام شکل گرفته. خوبه یا بده؟ ما که نمی‌دونیم دفاع، این نظام اینطور شکل گرفته، می‌خواد به جنگ با او بره. و اینجاست که بحث به اصطلاح تغییر تمدنی رو مطرح می‌کنه. ما در یک تمدن جدید می‌خوایم قرار بگیریم، نمیدونم نظام بین الملل در حال شیفت کردن به طرف روس، چین و اینها هست، اینا اینجا قرار. و یکی هم که معارضه با نظام وستفالی که اون یک نظام است که 500 سال این ساختمان های نیشن استیت ها بر اساسش رفته بالا. من این نکته ای رو در اینجا بهش بپردازم که به نظر من مطلب مهمی هستش. مسئله من این هستش که ببینید در بهترین حالت فرض کنید که آقای پزشکیان با رأی بالا منتخب بشه، بیرون بیادش. آقای زاکانی در اون نطق آخرین 4 دقیقه آخری که به زاکانی وقت داده بودن در آخرین مناظره یه جمله رو گفت. گفت مردم به طرفی نروید که حاکمیت دوگانه ایجاد شود. خیلی درست حرف زد. علی‌رغم تمام یاوه‌گویی هایی که داشت، اینجا رو درست دست گذاشتش. او داشت میگفتش آقا با انتخاب ببینم دونم بنده زاکانی، من زاکانی یا آقای قاضی زاده یا آقای جلیلی، یا نظام یکگانه است. اما اون تک واحدی که اینجا نشسته، یعنی پزشکیان، نظام تبدیل به نظام دوگانه میشه، حاکمیت دوگانه میشه. همین حاکمیت دوگانه ای که ببینید چه وضعیتی درش میاد، یعنی آقای حجاریان در چه مقطعی تیر خوردش، نمیدونم جنگ قتل‌های زنجیره‌ای که کجا اتفاق افتاد، آقای فروهر کجا چاقو کارداژین شدش، در زمانی که حاکمیت دوگانه بود.
خب حالا من پرسش میکنم آقای پزشکیان، با بهترین رأی آمد ما منتخب شد، تقلبم در انتخابات نشد، اصلا دستش هم باز هست برای هر اراده ای که داره به اجرا بگذاره، که همه اینا مفروضه، مفروض آخرش آیا حاکمیت دوگانه شکل نمیگیره؟ پاسخش با مردم. بسیار به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم، نزدیک یک دقیقه وقت داریم که یه ارزیابی بدیم، نزدیک به ساعت 10 شب میشه. چه ارزیابی دارید از تمام آنچه که توی این چند روز و به خصوص امروز دیدیم؟ در حد یک دقیقه یک جمع‌بندی از هر کدوم از شما بزرگوارم بشنویم. بله، من چیزی که در نهایتش میخوام، حالا فارغ از هر نتیجه‌ای که رخ میده، اینه که اساس معنای انتخابات اینه که شما جامعه رأیتو نگاه بکنی، مطالباتش ارزیابی کنی و بعد بیای براش نماینده معرفی کنی، شعار بدی، کمپین بسازی. الی آخر تمامی گروه‌های مرجعی که در بزنگاه‌های مثل آبان، مثل خیزش مهسا اومدن مطالباتش بیان کردند، تمامشون در این انتخابات غایبند. تمام اونها، یعنی همه اونهایی که بدنه اصلی خیزش مهسا بودن، تو خیابون شعار دادن، برای اهدافشون برنامه‌شون کشته دادن، نه فقط این انتخابات رو تحریم کردن، بلکه هیچ کدوم از این افراد حتی تلاش هم نکردند که یکی از مطالبات اونها رو نمایندگی بکنن. اساساً اطلاق واژه انتخابات به چنین چیزی مثل یک تنظیمونه و من به هیچ عنوان نمیتونم اسم این در واقع اتفاق افتاده حتی یک انتخابات نمایشی بدونم. یه رأی‌گیری هست بین کسانی که در واقع جزء پروپاگانداهای نظام هستن. ممنونم همکارم علی حسین قاضی‌زاده. آقای ماریان ارجبی شما رو بشنویم. به نظرم واقعا جمهوری اسلامی تمام برنامه‌ریزیش بر این اساس بنا شده بود که بتونه یک انتخاباتی رو برگزار کنه که یک چیزی بالای 55% 60% در واقع شرکت بکنن. یعنی تلاش میکرد که با توجه به مشکلاتی که در داخل کشور مواجه هست، با قهری که وجود داشته اینها و در سطح منطقه‌ای و جهانی هم با مشکلات زیادی مواجه هست، نوعی طراحی کرده بود این انتخابات رو، نوعی مهندسی کرده بود انتخابات رو که بتونه که یک تقریبا انتخابات نیمه رقابتی ایجاد بکنه و یک روزنه‌هایی رو باز بکنه که یه سری افراد بهش هجوم بیارن و فکر کنن که مثلا داره فضا باز میشه. بنابراین هر چیزی کمتر از اون باشه، هر چیزی کمتر از این باشه، به نظر من برای جمهوری اسلامی یک شکست هستش و نشون دهنده این هستش که به هر حال همچنان مبارزه اصلی جمهوری اسلامی یا اون طرف اصلی جمهوری اسلامی کسانی هستش که با انتخابات قهر کردن، تحریمی هستن، به رسمیت نمیشناسن جمهوری اسلامی رو و در حال حاضر این بلوک جمعیتی بزرگترین بلوک جمعیتی هستش که ما باهاش سر کار داریم. ممنونم آقای علیزاده. در یک دقیقه ببینید، ما چند ماه پیش انتخابات ریاست جمهوری روسیه رو داشتیم، چند ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو داشتیم، در این میانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو داریم. باید ببینیم که این انتخاباتی که در ایران داره الان برگزار میشه شبیه انتخابات در روسیه است یا شبیه انتخابات در ایالات متحده است، که فاصله بسیار زیاده. این نکته اول. یعنی شما وقتی شریک پوتین باشید، انتخاباتتون از نوع انتخابات پوتین هستش. این نکته اول. نکته دوم، من عرض کردم که انتخابات چند تا ویژگی داره، فانکشنالیتی، فانکشن داره. فانکشن اولش این هستش که رأی شما منتهی به برگزیدن بشه. واقعا آیا تقلب انتخابات شرکت نمی‌کنه؟ انتخاباتی که آقای وحیدی انجام بده و آقای مخبر باشه، این واقعا رأی شما خوانده میشه؟ من که تردید دارم. بر فرضم که انتخاب رأی شما خوانده بشه، یک وزن کشی اتفاق میفته. الان بهترین وضعیت سال 1400 دیدیم مشارکت میگفتن حالا به طور رسمی میگفتن 48%، که حالا اون 4 میلیون هم تازه آرای باطله توش هست و این خیلی خوب. الان با افسوده شدن رأی پاره ای از اصلاح طلبان، آیا شما میتونید رکورد 85% رو در سال 88 بزنید؟ میتونید شما اون رکورد رو بزنید؟ اگه نزنید، هر مقدار از اون پایین تر باشه، دیگه اون سرافرازی که آقای خامنه ای گفته بود کجا خواهد رفت؟ و از همه مهمتر و از همه مهمتر، ببینید انتخابات پروسه ایست مدرن در نظام حکمرانی در جهان که در واقع فاصله حکومت و ملت رو پر بکنه. تکرار میکنم، فاصله حکومت و مردم پر بشه با انتخابات. پرسش این هستش که با این انتخابات، با این شرایط، با این رد صلاحیت، عدم حضور خانوم ها و و و و
آیا این فاصله شکاف حاکمیت و مردم پر میشود یا نمیشود؟ ممنونم از شما حسین علیزاده، امید بهماریان و همکارم علی حسین قاضی زاده و دیگر مهمانان برنامه که ما رو همراهی کردید. ممنون از شما که همراه ما در این بخش از ویژه برنامه انتخاب نظام 1403 در ایران اینترنشنال بودید. این برنامه ادامه خواهد داشت. تا دقیقه دیگر من و همکارانم در همراه شما میشیم با این ویژه برنامه تا زمان اعلام رسمی.